خب دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بعد از ظهرتون بهتر، شبتون دیگه بهتر این باشه. ساعت 2:02 است. از واشنگتن، پایتخت آمریکا، با شما صحبت میکنیم و شما هم اگر میخواین صحبت کنید میتونید از چند طریق پیام بذارید، پیامتون رو پخش میکنم، ویدیو درست کنید با تلفنتون، ویدیو درست کنید، قشنگ نگاهی توی سوراخش کنید، سوربی من درباره این که گفتی ترامپ شالاتانه با شما هم عقیده نیستم. ترامپ خیلی هم آدم خوبیه و چنین و چنان. مثلا بگید شما حاضرید زن بچه‌تون رو بدین دست ترامپ برید مسافرت، اینقدر این آدم خوبه. و اما امروز جمعه 12 مرداد 1397 هست، برابر با 3 آگوست 2018 میلادی. اگر منتظر بودید آخر جولای کمک کنی، آخر جولای گذشت. اگر منتظر بودید اول آگوست کمک کنید، اول آگوست هم گذشته، امروز سومه، حمایت کنید. ممنونم از دوستانی که 10 دلار، 50 دلار، 30 دلار حمایت کردن و بارها گفتم این نه شما به این 10 دلارا گدا میشین، نه من به این 10 دلارا پادشاه میشم، ولی نشون میده که شما براتون مهمه، اهمیت داره و منم یه دلخوشی پیدا میکنم. دیگه اون ضرب المثلی که ایرانی ها استفاده میکنن، آقا ولمون کن، برای خران چه کابرن چه زعفرون، از بین ما میره. و اما امروز ببرمتون سراغ شعر و شاعری. روز جمعه است، آمریکایی‌ها میگن TGIF، Thank God is Friday، و یا Thanks God is Friday. 40 میلیون فقیر در آمریکا زیر خط فقر، 40 میلیون بیمار روانی در آمریکا. چند میلیون جمعیت داره؟ 330 میلیون. چه باید کرد؟ راه حلش رو پیدا کنید. این راه حل رو بعدا میبریم توی ایران و کشورهای بدبخت و عقب افتاده، اونجا هم درستش میکنیم. امروز داشتم یه جایی رانندگی میکردم دوربر این مکلین و وینا که ایرانی های پولدار هستن، رسیدم به یه خیابونی که نوشته استاپ، بعد زیرش نوشته آلوی، یعنی چهارتاتون استاپ داریم، چون بعض جاها فقط شما استاپ داریم، اونا میرن. یادم افتاد روزی که رفتیم امتحان رانندگی بدیم 18 سالگی در شیراز، یه جایی بود چهارراه هدایت و خیابون معدل و اینا، اگه اشتباه نکنم موازی بودن یا عمود بودن به خیابان موشی فاطمه، یادمون رفته دیگه. از بس اینا هم اسماشه عوض کردن، یه روز گذاشتن شریعتی، یه روز گذاشتن نادر، یه روز کردن مصدق، یه روز گفتن غلط کردیم گوه خوریم دوباره عوضش کردن. بمانه یادم افتاد به ما یاد داده بودن که شما وقتی داری رانندگی میکنی حالا باید رسیدی سر چهارراه نگاه کنی ببینی جاده شما پهن‌تره یا جاده اونوریا. من که کار نقشه کشی و این پرسپکتیو و اینا رو انجام دادم، یا اونای دیگه که میدونن، شما وقتی از اینجا داری نگاهی یه چیزی میکنی اون کوچیکتر به نظر میرسه. یعنی منی که تو این خیابونم اگه این 12 متر پهناش باشه و اون یکی 15 متر پهناش باشه، ممکنه من وقتی دارم رانندگی میکنم به نظر من اون بیاد 10 متر. حالا منی که دارم رانندگی میکنم متر و دید و چشم و حدس و گمان از کجا بیارم؟ آخه لامروت از یک کشور آمریکایی ما این سیستم ماشین و رانندگی رو از کشورهای خارج، حالا یا انگلستان یا آلمان یا آمریکا آوردیم، اقلا از اونا یاد میگرفتی، باقیشم میآوردی. بعدم شما یه بار متر کن، میگینی مثلا خیابون معدل 12 متر، خیابون چی هدایت 18 متر. خب اون 12 متری رو دوتا استاب بزن، اینو استاب نذار. من نمیدونم چه کسانی این مملکت رو میچرخوندن که اینجوری کشور گل و بلبل به قول خودشون درست کردن 57 سال، بعد دو دستی دادنش دست آخوندی که خودشون میگن اینا بی سوادن. خب آقا خانم، وقتی تو میگی اینا بی سوادن، باید به خودت نق بزنی، به خودت ایراد بگیری که من با سواد چقدر احمق بودم
که نتونستم اینو نگه دارم بدم دادم دست اینا. البته ناگفته نماند که بعضی وقتا همین آمریکا هم آدم های خیلی با سواد، خیلی با شور و اینها میافتند تو دام آدم های شارلاتان. الان نمونهش نگاه کنید، این شارلاتان بزرگترین مقام، یعنی بالاترین یا چی میگفتن بلند مرتبه ترین مقامات امنیتی این کشور که خودش انتخابشون کرده، آمدن دیروز میگن که روسیه سال 2016 توی انتخابات آمریکا دخالت کرده. خب دخالت کرده که کیو بیاره؟ نخواستی سوربی رو بیاره؟ وقتی خود پوتین میگه بله من میخواستم این بیا، چون این گفته بود که من میخوام رابطم رو با روسیه درست کنم. بعد میگن از اون گذشته سال 2018 هم داره انگولک میکنه فیسبوک اکانت ها و اینا رو. بعد این مرد که شارلاتان شب میره تو آیداها، تو اوهایو، این بدبخت های این وسط میگه هوکس چی راشا، هوکس راشا، نمیدونم جادوگر، اینا دارن دنبال جادوگر میگردن. آخرش پیدا میکنن این جادوگر رو، همونجور که الان دوستاد یکی یکی دارن میرن زندان، تو هم سر از زندان در میاری. سلام و عرض ادب دوستان عزیز. آقای حسن ارشاد هم اینجا هستن. برنامه آقای حسن ارشاد به غیر از اینکه از تلویزیون مردم پخش میشه، روی یوتیوب خودشون هست، ساعت 4 بعد از ظهر از فیسبوک مردم تیوی هم پخش میشه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و یه دوستی گفت آقا دیگه رو جی الویز نیستی؟ گفتم نه آقا، جی الویز کار کردن خر بود، خوردن یابو. ما اینجا کار کنیم، برنامه بسازیم. آقای کی بود اسمش، حالا یادم هم رفته دیگه، این باهایه، اون از دسترنج ما باکساشو بفروشه. بعدم همه هی به ما زنگ میزدن آقا این باکس کار نمیکنه. میگم از من خریدی؟ روزی که خریدی اصلا گفتی ما از تلویزیون مردم متوجه شدیم جیلویزیون؟ نه، اون موقع که یادمون نبود که. خب میگم چرا حالا به من زنگ میزنی؟ میگه آخه شماره شما رو داشتم. گفتیم برو بابا دنبال کاره، در صدی نمازی. و اما صدای آب قطع شد. به به، صدای آبی که میاد کمک میکنه برای شیرخانی. صدای چه آبی؟ دابد یه ویدیوی روشن بوده این پشت، ما اینجا صدایی نداریم آقا فرو. اگرم بوده اشتباه کردم. من دوستان شما صدایی میشنم. این هم همین برنامه ای که این خانم لیلا میلانی میگی که چرا شما تو برنامه‌تون نمیذارین ما چت کنیم. میگم شما بیا هر چی دلت میخواد بنویس، منم حق دارم هر چی دلم میخواد جواب بده. منظور شما از چت چیه؟ چت به زبان انگلیسی میشه گفتگو. مثلا شما میروی یه وبسایتی داری کارات انجام میدی، این پایین میگی میخوای با اون رپرزنتیتیو یا با کاستومر سرویس یا با ایجنت ما چت کنی. چت کنی یعنی من میگم آقا من میخوام اینشورنس بخرم، اونم میگه بله ما وایسادیم اینجا، جیبتو نشون بدینیم، کیفتو نشون بدینیم، هر چی داری ازت بگیریم. این میشه چت، گفتگو، گفت و شنود بهتره. ولی شما هی بیای بنویسی، هی بیای بنویسی. آقای انصاری میاد میگه چرا نرفته جلو رضا پهلوی رو بگیری که نپره خرسواری کنه رو دختر خواننده خانم پری زنگنه. میگم به من چه، من چه. اون یکی آقای نصر احمدی میاد میگه این بددهنه. میگم آقا شما خانم، شما یه ایرانی خوشدهن به ما نشون بده تا ما جایزش بدیم. و این نیست عزیز من، برنامه رادیو تلویزیون نیست. شما صبح این واشنگتن ژورنال رو نگاه کن، این برنامه‌های پابلیک رادیو رو نگاه کن، گوش کن. میگه وقتی شما میای امروز زنگ میزنی، خودتون تا یک ماه دیگه زنگ نزنید و بذارید دیگران زنگ بزنن. ولی ما همه عجولانه، تا سربی گفت ف، اون یکی میگه فراباد، اون یکی میگه نمیدونم شاد فراندور فلان بیسار، اینا بماند. کارمون خیلی خرابه. من نمیدونم آقای فرخ شما از چه صدای آبی صحبت میکنی، اگرم بوده من عمدن پخش نکردم. من خودم مخالف اینایم که حرف که میزنن اون زیر یه صدایی هم میاد. میگم اگه شما حرفی داری، حرف شما باید صدای اصلی باشه. بله اون وقتا رسم این وقتی گوینده صحبت میکرد بعد میخواست
نفسی بکشه، دوباره یه مقاله چیزی بخونه، یه موسیقی میمد، اونم باید یکی کنترل میکرد آدیو شماره 3 رو بیاره بالا، بعد شماره ها رو ببینه این رو 75. الان شما بعضیا نگاه میکنید موزیک رو باز کرده با یه تلفن دستیش، موزیک رو باز گذاشته با یه تلفن داره حرف میزنه، با یه تلفن دستی به اون یکی میگه امشب داریم میریم فلان رستوران، کارمون خیلی خرابه. خوشحالم که آقای مرتضوی هم اینجاست. آقای مرتضوی، من برنامه شما رو اون روز پخش کردم، خیلی هم ازش ایراد گرفتم، نمیدونم دیدید یا نه، ولی دوستان گله کردن. آقا شما که اینقدر هوادار داری بیا بشین اینجا برنامه اجرا کن، ما بریم پشت دوربین. آقا چرا برنامه منتظری مرتضوی رو قطع کردی؟ میگم بابا تکرار مکررات، 4 بار توی 8 دقیقه گفت ترامپ باید با ایرانی ها صحبت کنه. ولی خبر خوب، ترامپ به حرف به نصیحت آقای مرتضوی گوش داد و بعد از اینکه رجزخوانی کرد و شاخشونه کشید و با حروف کپیتال نوشت دیگه این بار آخرت باشه روحانی، به آمریکا اگه چیز کنی میام، بعد یکم فکر کرد گفت میام، نمیدونم میام چه کار میکنم. 2 روز بعد از اینکه آقای مرتضوی گفت ترامپ باید با ایران صحبت کنه، یک مصاحبه دوشنبه انجام داده ترامپ. یک کسی اگه داره لینک این قسمت رو بفرسته که ترامپ میگه بله با ایران صحبت میکنم، ضمناً صحبت کردن ایران با ما نشونه ضعف یا قدرت اونها نیست. میخواد بگه که فردا ایرانیا نگن ما صحبت نمیکنیم به خاطر که این فکر میکنه ما ضعیفیم. چون باز امروز توی رادیو داشت میگفت که پارسال که ایرانی ها اینجا بودن توی UN، مجاهدین اون وای میسن پشت خیابون فوش میدن و بیرون خیابون فوش میدن، داخل سازمان UN آمریکایی ها دنبال این بودن که با ایرانی ها صحبت کنن و ایران بوده که گفته ما صحبت نمیکنیم. این ماجرای UN از زمان خاتمی و از زمان کلینتون و از زمان اوباما و اینها همینجوری ادامه داشته و اینا دوستان اون پشت صحبت میکنن. گفت چون پرده بیفتد نه تو مانی یا نه من. و حالا صبر کنید که این آقای ترامپ فعلا کشاورزا رو بیچاره کرده، قصابا و آخه اینجا اینایی هم که گوشت تولید میکنن به اینا میگن مزرعه دار، اونی هم که ماهی تولید میکنه میگن مزرعه چیز که هست، به این میگن مزرعه مثلا زرد، به اون میگن مزرعه گاوداری، به اون میگن مزرعه ماهی، پرورش ماهی. من یادم نمیاد تو ایران مثل که میگفتن مثلا این مرغداریه، این گاوداریه، بعد به گوسفندداری نمیدونم چی میگن. در صورت اینم از این اول شروع برنامه میامد بعدن گوش کنید. باشه چشم، من از دوشنبه قراره دیگه فیسبوک رو بعد از اینکه ویدیوی یوتیوب حاضر شد فیسبوک رو بردارم. اولا همین هی نوشتن این و جواب دادن اون و اینا از بین بره، دوم اینکه اقلا اینایی که میان اینجا الان بریم نگاه کنیم، مثلا روز قبل نوشته، اون موقع نوشته 600 خورده 700 نفر میان، اینا اقلا شمرده بشه جزء اون یوتیوب. حالا ما نمیگیم ما میلیون ها میگیریم، ولی بالاخره یه جا شمرده بشه. ببینید اینجا من بیام این پایین ببینم برنامه قبل رو که به خاطر خانم حوریه چی بود، خدایا چرا این اسما اینجوری یادمون میره، خیلی از شماها تشکر کرده بودین و خوشتون اومده بود از اون برنامه. من به ایشون و دوستانشون میگم اگه میخوان میتونن به اصطلاح در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن. بذارید من اینجا بهتون نشون بدم، نگاه کنید 4 به 3 select area، این برنامه روز یکمه کامرای 3. ببینید اینجا رو قسمت مردم تیوی 2041 نفر آمدن اینجا دیدن. حالا میریم روی یوتیوب میبینیم نه روی یوتیوب مثلا 300-400 تاست. خب همه اینا اگه یه جا جمع بشه وضع ما هم یک کمی بهتر میشه. برگردیم راجع به این حمایت، بذارید ببینم، مثل که سعید برای من این رو فرستاد، دنبال اون ویدیوی میگردم که میگه بله مرسی سعید جان واقعا تو بله، بعد میگه they having hard time right now، اینو راست میگه، الان رژیم ایران واقعا در تنگنا قرار گرفته،
همینجوری که میبینید شهرهای مختلف شلوغه و از این برم تا دلتون بخواد رهبران اپوزیسیون و قمپوزیسیون همه دیگه بی بخارترینش پسر بختیار هم آمده، بعدم بالاخره آرزا پهلوی هم حالا یا پول گرفته یا نگرفته قرداغی میگه. خیلی ممنون فرخ میگه که خانم حوریه قرداغی. خیلی از دوستان خانم حوریه اگه شما گوش میدید از برنامه شما خوششون اومده، به شهامت و شجاعت شما به اصطلاح تبریک گفتن و گفتن که ای کاش ما بیشتر داشتیم از این شیرزنان ایرانی. اینم از این ماجرا. و اما بذارید این چیزی رو که سم برامون فرستاده نشون بدم بهتون، ضمن این که ازش تشکر میکنم و با دقت گوش کنید، کسی که میخواد بره و بزنه و اینها، اصلا اینجا میگن این پلی بوکه. پلی بوک شما وقتی میخواید برین، نه پلی بویا، پلی بوک وقتی میخواید برید تئاتر، بهت برنامه های اپرا، برنامه های حتی ایرانی هم الان دیگه این کارو میکنن، کار خیلی خوبی هم هست. مثلا شما میری یک نمایشی یا یک کنسرتی، میگه در قسمت اول مثلا سوربی میاد اوپنینگ سرمونی، یا اون یکی میاد مستر آف سرمونی باز میکنه، 10 دقیقه آقای فلانی صحبت میکنه، 15 دقیقه آقای فلانی تار میزنه، در قسمت دوم میریم 15 دقیقه استراحت، 15 دقیقه شما بگو 45 دقیقه، به زور باید بیان بیارنتون تو. در هر صورت اینا رو میگن پلی بوک. و وقتی یه تیکت میخری از یه جا، همراهش اون بوک رو هم بهت میدن. میگه این دیگه شده پلی بوک ترامپ که میاد شاخشونه میکشه، فوش میده، همه این نظرها رو جلب میکنه، بعد یواشکی مثل موش میره با نوردکوریا نمیدونم ملاقات میکنه، میره با پوتین ملاقات میکنه، حالا احتمالاً با روحانی هم میخواد ملاقات کنه. و میگه جالب اینه که اوباما وقتی گفت من با همه ملاقات میکنم، تمام اینایی که امروز به این میگن به به چه چه جایزه نوبل بهش بدیم و اینها، اون موقع گفتن نه آقا تو خیلی لیبرالی، تو خیلی نمیدونم. عجب آدم هایی هستن. این دیشب برنامه آقای لارنس اودانه، نگاه کنید توی کانال MSNBC هست، قشنگ میاره مثلا این رئیس ریپابلیکنا رو میذاره، نماینده اونو میذاره، حرفایی که اون موقع زدن درباره کلینتون و الان همون شرایط درباره اینه، خفه شدن صحبت نمیکنن. حتما نگاه کنید. خب بریم حالا این آقای ترامپو ببینیم، و اونایی که انگلیسی متوجه نمیشن این گوش میدم بنویسم براتون. آقای ترامپ، حیف آقا که به این بگی. I would certainly meet with Iran if they wanted to meet. I don't know that they're ready yet. They're having a hard time right now. But I ended the Iran deal. It was a ridiculous deal. I do believe that they will. بله، میگه من حتما با اینا ملاقات میکنم و اینها، و اینا الان مشکلات زیادی دارن. اون معامله قدیمی هم نمون برجام بود، کی بود؟ اصلا بی خود بود. آقا اینقدر تکرار مکررات نکن، میدونیم شما از روزی که آمدی گفتی اون بی خود بود. دوستان این هنوز اون برجامو نخونده، هنوز نمیدونه چی داخلشه، اصلا این اهل خوندن نیست. باورتون میشه 330 میلیون آمریکایی باید زیر فرمان یک آدم شالاتان نادان باشن که نمیخونه؟ البته باز داشتم این کتاب گویای هیتلر نبرد من رو گوش میدادم، دیدم والا بعضی وقتا خوندنم دانستنم خطرناکه. مثلا هیتلر هی رفته خونده، بعد هی شروع میکنه میگه این کلمی ها بو میدن، حمام نمیکنن، سوء استفاده میکنن، سیستم های بانکی اینجور اونجور، بعد میگه که هی هم میگن که خدا این زمین رو به ما داده، ما باید ازش نگهداری کنیم، هر جایی دلشون میخواد میخرن، هر جایی دلشون میخواد میفروشن. بعد میگه که من فکر کردم که اگر خدایی هست، خب چرا این خدا به من نمیگه تو اینا رو نگهداری کن؟ و من تصمیم گرفتم برم به جنگ کلیمیا. خیلی جالبه و برای اونایی که جوونن واقعا این کتاب خطرناکه، چون خود هیتلر هم باور داشته کسایی که زیر 30 سال هستن داخل کارهای سیاسی و اینها نشن، مگر اینکه یه آدمایی باشن استثنایی نابغه باشن، و الا میگه باید 30 سالشون بشه. احتمالاً ایشون هم خودش 30 سال شده، بعدن آمده داخل سیاست، به خاطر همین میگه که باید 30 سالشون بشه. بریم دنباله پیام این شارلاتان رو گوش کنیم. Probably end up wanting to meet and I'm ready to meet any. میگه احتمالاً ما آخرش به این نتیجه میرسیم که ملاقات کنیم. اینم برای اونایی که آقای پمپئو رو میبرن
میبرن لس آنجلس، هر چی دلش میخواد میدن روز شب. بعد فکر میکنن الان این بعدش سوار هواپیمای جنگی میشه، میره جماران و اینا رو بمبارون میکنه. میگه ما احتمالاً همدیگر رو ملاقات میکنیم. Time they want to, and I don't do that from strength or from weakness. I think it's an appropriate thing to do. میگه اینم این ملاقات و مذاکره هم لزوماً از جنبه ضعف و قدرت نیست. میدونید یعنی یه کمی هم داره منت کشی میکنه برای که یکم هارت و پورت کرده، اونا هم هارت و پورت کردن از اون و شده دعوای کاشیا. طرف گفت که چرا سنگ پرت میکنی؟ آقا فوش بده، فوش بسون. If we could work something out that's meaningful, not the waste of paper. بله، میگه ما ممکن به نتیجه برسیم معنیدار. آخه این هر کاری میکنه فکر میکنه کاراش معناداره و معنیداره، نمیدونه که این همه زندگیش اصلا بیهوده و بیمعنی و این واقعا الف حرص که میگن اینه. That the other deal was, I would certainly be willing to make. Do you have preconditions for that meeting? No preconditions, no. خانم ازش سوال میکنه تو هیچ پیش شرطی داری برای این ملاقات و مذاکره؟ میگه نه. هیچ پیش شرطی نداره. حالا شما اینو داشته باشید. They want to meet on me anytime they want. بله. میگه هر وقتم خواستن من میبینمشون. پس فعلا چی شد؟ برگ برنده مثل کره شمالی افتاده دست آخونده. حالا اون روستانا اینا هم جواب نداده. اینو میگه پامپو، میگه آقا بی خود گفته، ما اینقدر پیش مذاکره چیز داریم، پیش شرط داریم. ما رفتیم خانم هما سرشار رو دیدیم، بغلش کردیم، این دختر رکسانا گنجی آمده گفتی من بابام از سیایه پول میگیره، یه کاری هم برای من بکن. به اینا قولها دادیم باید عمل کنیم. بعدم آخر کار گفت میدونی ولی آخرین تصمیم رو ترامپ میگیره. یعنی آقای بیژن خلیلی، دیگران که رفتین اون میتینگ یه شنبه دو هفته پیش، بیمایه فطیر است، مایه باید از خود شماها باشه که نیست. آقا 40 سال نشون دادید نیست. ممنونم از سعید عزیز و این رو هم روی فیسبوک گذاشته، خیلی ممنون، این خیلی کار خوبیه. دوستانی که از اول برنامه گوش دادید روی فیسبوک، مثل اون دوستمون آقای هادی زمانیان، آقای زمانیان بیا یه کمی هم راجع به اون برنامه صحبت کن. آیا شما صدا شنیدید؟ صدای آب شنیدید یا این خود کامپیوتر؟ بتون یه چی بگم، یه آقای بود به نام محسن که ما اون وقتا این ویدیو استریمینگ و اینا رو از این می‌خریدیم. بالاخره ایرانی بود، شب روز اگه احتیاج به کمک پیدا می‌کردیم کمک می‌کرد، فارسی صحبت می‌کرد، متوجه می‌شدیم اینها. این یه وبسایتی درست کرده بود به نام جهان تیوی، نمیدونم هنوز هستش یا نه، سعید بزن ببین جهان تیوی.com. آمده بود همه تیوی های ما رو گذاشته بود و این میخواست بیاد جای این آقای جیلویز و جای اون خسرو مترجمی تیوی باکس و جای اونا رو بگیره. و شما وقتی میزدید تمام این پلیرها، تمام این ویدیوها شروع میکردن صدا دادن. اصلا دیوونه خونه بود، مثل اینکه شما میرفتید یه جایی مثلا حمام وای میسادی، بعد همه با هم صحبت میکردن، بعد شما که صحبت نمیکنی تو گوشتون اصلا این صداها پژواک پیدا میکنه. بهش گفتیم بابا محسن این چیه، آدما دیوونه میشن. گفت نگران نباش، ایرانی ها همشون دیوونه هستن. اینم از محسن، یادش بخیر هر جا هست. امروز ساعت 3 بعد از ظهر سعی میکنم با آقای امیر حسین لادن به اصطلاح ارتباطی داشته باشیم، چند دقیقه با ایشون باشیم، چون اون روز صحبتمون تموم نشد در رابطه با این سازمان نوپا، بعد شرایطش، نمیدونم گذر یا شرایط براندازی و بعد جایگزینی اینا یعنی چی. از در این موارد از ایشون سوال میکنیم. وقتی که من امروز راجع به حمایت اینجا نوشتم، یه نفر برای من نوشته بود که آی سوربی شما به اصطلاح بعضی وقتا تند با ما برخورد میکنید، اون وقت تقاضای کمک هم میکنید. گفتم آقا صبر کن، کمک با حمایت فرق میکنه. کمک یه نفر افتاده توی چاه از اون پایین داد میزنه هی بیان کمک، و اگه شما کمکش نکنی اونجا میمیره. حمایت یه نفر داره یه کاری رو انجام میده،
شما اگه حمایت میکنید این به جای اینکه توی اتاق باشه دو تا اتاق کرایه میکنه، اونجا هم میز میذاره، نمیدونم صندلی میذاره، تفاوت داره این حمایت با کمک و اینها. در صورت بعدش گفتم که شما منو یاد اون جوک یا داستان حقیقی میندازید که مرد مستی هر شب از میخونه که میومد بیرون، وسطای خیابون که میرسید بین این میخونه و خونشون، میفهمید که باید ادرار کنه و تنها چیزی که اون موقع شب بعد از میخونه باز بود داروخونه بود. میخونه، داروخونه، دواخونه. میومد اونجا و میگفت که آقا نفت داری؟ حتما اینو همتون شنیدی. اون بیچاره دکتری که اونجا، دکتر داروسازی که داروخونه چی بود، میگه آقا اینجا داروخونه است، ما نفت برای چی بیاریم؟ اینم میگه که به داروخونه ای که نفت نداره باید ادرار کرد. میآورد کارش انجام میداد، ادرار میکرد و میره. دکتر از این وضع خسته شد و گفت آقا ما یه پیت 5 گالونی 4 گالونی، شیرازی ها میگن دلی، یه دلی میذاریم اینجا توش نفت میذاریم. یه بشکه 5 گالونی آورد گذاشت و نفت. دوباره این اومد گفت که آقا نفت داری؟ گفت بله نفت داریم اینجا. گفت به داروخونه ای که نفت داره باید ادرار کرد. باز ادرار کرد. دو سه روز دیگه گذشت، آمد همین مرد مسته از میخونه، گفت آقا بنزین داری؟ گفت آقا تو چیکار داری؟ ما بنزین داریم، نفت داریم، تو بیا شاشتو بکن برو. حالا این ماجرای دوست ما، ببین دوست عزیز، اول به خودتون دروغ گفتن رو متوقف کنی، خواستم میگم استاپ، بعدن دروغ گفتن به دیگران هم متوقف میشه. بیننده‌ای که یه روز میگه میدونی من بابام تصادف کرده الان ندارم، میدونید بچه‌م میخواد بره مدرسه الان ندارم، میدونید یکی از کارام از دست دادم الان ندارم، میدونید کفشم سوراخ شده الان ندارم، میدونی من باید کافی استارباک بخورم الان ندارم، این عین همین ماجرای نفت و بنزین و داروخونه است. پس برای منی که 20 سال نشستم و تمام اینا رو میدونم، داستان ملا نصرالدینم میدونم که اگر ملا با پسرش سوار الاغ شدن، یه عده میگن این بی‌انصافا نگاه کن چه ظلمی میکنن به این الاغ بیچاره، اگر ملا اومد پایین پسرش نشون بهش میگن نگاه کنید این ملا چقدر احمقه، باعث میشه که بچه‌ها احترام پدرشون رو نداشته باشن، پسرش رو که جوونه سوار الاغ کرده خودش را میاد، اگه خودش سوار الاغ شد پسر را رفت، میگه آقا ببین چقدر بی‌انصافه، این بچه‌ای که جوونه داره را میره، مردی که با این تن گندش سوار الاغ شده. اگه دوتاشون پیاده شدن، تا حالا 4 حالت بودا، اگه دوتاشون پیاده شدن بازم میگه نگاه که این ملا نصرالدین، گفتیم احمقه ها خر دارن ولی سوارش نمیشن. دوست عزیز، ما هر کاری کنیم شما یه ایرادی میگیری. پس به این نتیجه رسیدیم که بعد از این مدت اون چیزی رو که خودمون دوست داریم، اون چیزی رو که به صلاح و مصلحت خودمون هست انجام بدیم. باز از ایشون هم دعوت کردم آقا خانم شما بیا برنامه خودتو بذار، چرا هی به من میگی اینجوری، یا مثلا هی میاد میگه که معرفی نکردی. من نمیتونم یه نفر رو که همه میشناسن هی معرفی کنم. اصلا بعضی وقتا یه اسمی رو میگن، من مثلا دنبال آقای کوهیار میگردم. دوستان این رو اگه میتونی پیدا کن، سعید کوهیار فامیلیش یادم نیست، این آقا دموکرات با سواد تو کارهای کامپیوتر و اینها، بعد آمده جزوی یه گروهی شده که با ریپابلیکنا میشینن صحبت میکنن و چه گروه خوبی، کارسازی. اتفاقا میتینگشون تو همین ویرجینیا بود و من اگر پیداشون کنم میخوام به اونام بپیوندم، چون حرف خوبی میزنن. میگه یکی از مشکلات که الان بین آمریکایی‌ها دعوا هست، یکی از مشکلات که بین من با دوستانی که طرفدار ترامپ هم دعوا هست، برای اینکه من بهشون نمیگم که من برای چی طرفدار ترامپ نیستم، من اینا رو سرزنش میکنم که شما برای این طرفدار ترامپ هستید. میگه شما کاری به اون نداشته باش، شما بیا طرف خودت رو بگو، بگو من به خاطر این طرفدار برنی سندرزم، به خاطر این طرفدار ترامپ نیستم، اونو به حال خودش رها کن و دشمن سازی نکنید. کوهیار بگردید اسمشو پیدا کنید اگر میتونید و اونو بیارین به اصطلاح، و اینجا شما هر کاری دلت بخواد میتونیم
یک سازمان درست کنی، میتونی یه تلویزیون درست کنی، میتونی یه فیس تایم درست کنی، میتونی یه یوتیوب درست کنی، ولی این که میایم میگیم که بهتر بود، اون روز خانم گلنار نوشته بود که بهتر بود، میگم نخه، این بهترین همینه که این انجام داده. یعنی شما فکر میکنید اگر آقای مرتضوی میدونست این کاری که میکنه بهترین نیست، میومد یکی مونده به بهترین رو انجام بده؟ آخه به عقل جور در میاد؟ من اگر امروز آمدم دیدم نه پیرن آماده ای دارم نه چیزی، اینو پوشیدم به خاطر این اومدم پشتشم سیاه کردم، اگه یه چیزی بهتر داشتم اونو نمی پوشیدم، میگفتم بهتر منهای یک. پس دیگه این بهتر بود این کارو میکرد؟ اگه از تو نظر پرسیدن بله، تازه اونم خیلی به احتیاط بگین، چون ایرانیه میاد ازتون میپرسه که نظر شما چیه، ولی اگه حقیقت رو گفتی ازت دلخور میشه. در صورت دوستان، در تلویزیون مردم همه میتونن برنامه داشته باشن، لطفاً به من نگید برنامه منو چی کار کنم، چه جوری بپوشم، چه جوری بشینم، چه جوری حرف بزنم. میبینید دیگه، گوینده هاتون آقای مسعود صدرم، من شاعر ارتشی بودم ولی پشت پرده پدر و خار و مادر امید دانا و امید نادان و دیگران رو میاره وسط. من همین هم که هستم. What you see is what you get. چیزی که میبینی همینه که هست. مرسی. بذارید ببینم که یه نفر پیغام فرستاده، امیدوارم اون چیزی باشه که میخوام. این نیویورک تایم که مال ترامپ بود، خدایا اسم این آقا چی بود؟ کوهیاره؟ یک گوگلش بکنید ببینیم پیدا میشه یا نه. و اما ببینیم که اینجا، بله، خب let's hope for better days. بله، ما معمولا به دوستان میگیم این فری هم شهری ما، فریدون اسمش گذاشته فری، و یه چیزی فرستاده، نوشته نمیدونم در برابر زورگویان، حالا در حین برنامه نمیتونم نگاه کنم، ولی امروز چون جمعه هست براتون خیلی ویدیوی چیز دارم. اگه کسی میتونه لینکی پیدا کنه برای آمریکاییایی که زیر خط فقر زندگی میکنن، اگه کسی میتونه لینکی پیدا کنه برای تعداد آمریکاییایی که از لحاظ روانی منتال پرابلم دارن، شما تلویزیونای آمریکایی رو نگاه کنید، این اسرائیل که انقدر تعریف میکنه که ما خیارشورم بهترینه، اسلحه‌مونم بهترینه، انقدر خوبه که با یه تیر 6 تا بچه رو میکشیم، شما ببینید چجوری طرف از طریق کلیسا و از طریق کنساشو نمیدونم اون یکی دیگه چی بهش میگن، گدایی نه، حمایت جمع میکنه، میگه که ایام نمیدونم شبات اینا نون خشک داشته باشن بخورن. خب یکی بگیم مگه مرض داشتی اینا رو از روسیه برداشتید آوردید اینجا و حالا بهشون خوراک نمیدید، آمریکایی باید پول بده؟ اون وقت برید گوگل کنید ببینید سالی چند میلیارد دلار تکس ما آمریکایی‌ها، مالیات ما آمریکایی‌ها میره اسرائیل، و این بدبخت آمریکایی مظلوم به دلیل اینکه نمیدونه صداشم در نمیاد. تازه اگه صدات هم در بیاد میگه آقا مثلا از تو 10 دلار گرفتیم، حالا برای 10 دلار میخوای چیکار کنی؟ خب تا اونجایی که من میدونم 40 میلیون فقیر، وقتی میگیم فقیر، آها یه چیزی رو توضیح بدیم که منصف باشه. ببینید خط فقر اینجا میگن اگر یه خانواده ای مثلا 4 نفرن و اینا 20000 دلار یا 12000 دلار، نمیدونم دقیقاً، در سال کمتر درآمد داشته باشن، اینها زیر خط فقر زندگی میکنن. تو ایران من نمیدونم اصلا همچین سازمانی هست، سازمان برنامه بودجه، سازمان رفاه مردم، که بیاد اینا رو اندازه بگیره. و من چون اینجا هستم دوستان، اخبار اینجا رو بیشتر گوش میدم، آمار ارقام اینجا رو بیشتر میدونم. شما میخوای از ایران بگی این گوی و این میدان، بفرما بیا جلو. و اما بله، میگه the official poverty، میگه که خط زیر به اصطلاح فقر رسمی، نمودارهای رسمی درباره فقر، دوستان گوش کنید یه بارا، بذارید اصلا بهتون نشون بدن، چون سم اصلا اینجا جای عمومی نوشته، ما هم هیچ عبایی نداریم، اگه عبا داشتیم میپوشیدیم، ولی عبایی نداریم که نشون بدیم. بله ببینید،
select area. این جاییه که خیلی از ایرانیا میخوان خودشونو به کشتن بدن، از مرز و از این ور و اون ور زندگی و خونه باباش و فلان و اینها رو بفروشن بیان. I went out and came back. What are you looking? Looking for یکی، یه آقایی به نام کوه، گفتم کوهپا، کوهپایه، خدایا چی بود اسمش، خیلی عجیب و یونیک بود که بنویس لیبرال، لیبرال ها و ریپابلیکن های تندرو با هم یه سازمانی رو تشکیل دادن، کوهیار، 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 فامیلیش الان یادم نیست، شاید همون کوهیار رو بنویسی تو گوگل یه چیزی بیاد درباره بلو و رد که اینا الان میرن با هم دیگه میشینن صحبت میکنن خیلی دوستانه، میرن خونه هم دیگه، میرن رستوران و اینها. بله دوستان اجازه بدین من چون این باز نوشت اومد پایین تر اینو بیارم بالاتر که شما بتونید ببینید. میگه که the official poverty rate is 12.7%، 12.7. میدونید وقتی که 12.5 میره بالاتر معمولا میگن 13 round up، اگه 12.4 باشه round down میگن 12. حالا ما برای که اینجا یه نفر نگه نگاه کن سوربی، گفتم به مأمور جمهوری اسلامی ها فقیرای آمریکا رو زیاد نشون داد، 12.7%، یعنی از هر 100 نفر آمریکایی تقریبا 13 نفرش زیر خط فقر زندگی میکنه. برید ویدیوهایی رو ببینید که بچه نشسته در خونهشون و میگه که این 3 روزه 2 روزه نون نخورده، خوراک نخورده. دوستان تو همین آمریکا میگم، تو همین آمریکا برید نگاه کنید پورتوریکو رو که چند ماه اون ماجراهای چیز اتفاق افتاده، همین الان این آتش سوزی کالیفرنیا رو نگاه کنید که اون آقای براون فرماندارشون میگه این بودجه ما رو داره به آتش میکشه و میخوره و ما نمیدونیم چه کار کنیم، و یه افرادی مثل ترامپ شارلاتان نشستن میگن این گلوبال وارمینگ یا تغییر درجه حرارت کره زمین بی خوده، اینا خودشون ساختن و الی آخر. بعد میگه based on US census، این اداره سرشماری رو میگن US census bureau، این 2016 گرفته شده، میگه that year estimate 43.1 million American live in poverty according to official measure. بله من گفتم بیش از 40 میلیون، 43 میلیون زیر خط فقر در آمریکا زندگی میکنن. خب حالا بزن اونایی هم که منتال پرابلم دارن، حالا این منتال پرابلم از این که کسی با خودش صحبت میکنه شروع میشه، از این که مالی خولیا دارن یا اون مرضایی که میگن یکی با همون صحبت کرد، میدونید تمام این آقایونی که میان تو کاخ سفید، اوباما همچین غلطی نکرده بود ولی اینا یه نفر بهشون صحبت کرده، آقای جورج بوش گفت که خدا بهش گفته بره این صدام حسین رو نابود کنه، این چیه صدام حسین دیکتاتوره، در صورتی که خودشون بهش اسلحه میدادن که به جون ایرانیای بدبخت اون موقع چیز کن. اینایی که میگن میگن شما هر چی دلت میخواد میتونی با خدا صحبت کنی، ولی اگه یه روزی آمدی گفتی خدا با من صحبت کرده، دوستان از این افراد دور وایسید. و تا حالا دیدین چند نفرشون اومدن که میگن این دوست ما آقای حخا گودگودیا میگفت که بله به من اینجوری شده بالا. درست اینم از این. ببینیم که یک پیام دیگه آمد، ببینیم شاید اون آمار منتال چیز باشه. خب چیز جدیدی اینجا نمیبینم. این دوست ما آقای حسن آقا، خیلی ممنون آقای خزایی، ویدیوی ما رو با دوستانشون شیر میکنه، من از این بابت ممنونم. فکر کنم یه پیامم ایشون فرستاده، بذارید ببینیم که پیام عمومیه یا خصوصیه، با هم گوش بدیم. این شمارش تلفن شما رو 786 برای 21 خوبه، هر وقت دستت میمد 6 و 7 و 8 مجموعش میشه 21، 6 و 7 13 و 8 21. حالا این شماره شما رو من فقط اون سه رقم اولش رو خوب به خاطر دارم، چون یه چیزهای دیگه هم داشتی ماشاءالله، اینم 7 8 تا تلفن داشت، 949 نمیدونم فلانه، به خاطر اینکه مجموعش میشه 21 6 7 8. ببینیم که ایشون چه میگوید.
بفرمایید از کالیفرنیایی تو یه وقت این وره یه وقت اون وره. لطفاً پخش نشود. اوکی مرسی. همین که میگه لطفاً پخش نشود، ببینید چه قشنگ یاد گرفته. ازش بپرسید اولا اینجوری بودی؟ میگه نه، اولا پیامو میذاش منم پخش میکردم، آخرش میگه راستی آقای سوربی این پیام پخش نشود. میگه آقا من که نمیتونم بشینم هی پیام ها رو گوش بدم، هر کدومش پخش بشه بعد پخش کنم، هر کدومش پخش نشه میام اینجا میشینم. میخوای پخش نشه همون اول بگو. میتونید به صورت پیام دوستان نظراتتون رو بگید، میتونید به صورت ویدیوهای کوچک نظراتتون رو بسازید، بعد با اون شماره تلفن 202-202-695-2573 که یه جایی اینجاها باید باشه، اینه بله، با این اون پیام اون ویدیو رو تکس کنید، یعنی با دوربینتون، و تو رو خدا لطف کنید دوربینتون رو از این وری بگیرید اینجوری. بذارید ببینید این کی مسیج گذاشته. 753 و یک لحظه، این مال AT&T، کاری نداره. اینجوری دوست چیز کنید، بزنید رو ضبط، یکم هم دورتر خودتون هم دارید، خودتون رو میبینید. اینجوری نگیرید، اینجوری بگیرید دو طرفش سیاه میشه. یا از این بهتر من الان یه چی بهتون نشون میدم، یه قوطی نمیدونم چایی چیزی بذارید زیر این، یه چیزی هم بذارید جلوش که اون براتون کار ترایپاد یا سپایه رو انجام بده. من یه ترایپاد اینجا دارم، فکر کنم 60 سال کهنه است، اصلا دیگه عتیقه است، اگه یکی میخواد به عنوان عتیقه بهش بفروشم. در هر صورت شما هم نشون داده بشین. خب اینجا وقتی میگیم ما تلویزیون مردم، سوربی با مردم، که این خانم زینا تهرانی هم اسم ما رو دوزیده، مردم شما هستین دیگه، بیان حرف بزنید. هی بشینید اونجا به من بگی سر به اینم بگو اینم گفتی، ببخشید من که نه نوکر باباتونم، نه شاگرد شما هستم، نه مزدور شما هستم که شما پول بدی من بگم. پول بدید اگه پول بدید براتون میخونیم، چون واقعا میشیم مزدور دیگه، مزد گرفتیم که یه کاری انجام بدیم. این کلمه مزدور رو مثل اصلاح طلبا که خراب کردن، این کلمه مزدور هم خراب شده. یا کلمه استعمار که از امارت و ساختمان و اینها میاد، به خاطر اون کالونایز یا کلونیای چی باید بگید تو فارسی، اونا خراب شده. همیشه الان دیگه استعمار به جای استثمار استفاده میشه، استثمار ثمر کشیدن و اینها، در صورت که استعمار یک جای کسی بوده یه جایی میرفته عمران و آبادانی. کارمون خیلی مشکل داره، باید در موردش صحبت کنیم. و اما صفحه آقای زرابی رو من نشون بدم. یک چیزی نوشته بود آقای زرابی، نوشته بود تفاوت شعر افرادی که 40 سالشون هست با افرادی که 25 سالشونه. من به نظرم میاد بعضی از این دوستان دیگه میشه بگی حتی بی احترامی میکنن به بیننده و شنونده و اینها، و یک کمی وسائل خودشون رو درست نمیکنن. نمونهش این آقای شاعر، شما نگاه کنین، آقای شاعر میخواد حالا بشینه فیلم برداری کنه برای من و شما فیلم بسازه. ببخشید خب یکی باید به این بگه اسمش چیه، آقای کوروش اختریان، هم کوروش هستن، اصلا دیگه لازم نیست شما اسم ایرانی ها رو بدونی. به هر کی بگی، به یه جعبه هر جا بری بگی کوروش، هر کی اونجاست روش میچرخونه. این بعد میدونید مردم مثلا به خانوماشون نمیگفتن مثلا فلانی، اسم بچه رو میگفتن مامان فلانی یا فلانی. یه دفعه یه جایی گفت که شما چی صدا میکنین، گفت من تو فروشگاه باشه میگم هوی، گفت هوی، همه برگشتن نگاه کردن. این حالا آقای ماجرای کوروش، اول من فکر کردم سیگار دستشه، گفتم آقا تو حالا نمیتونستی یه دقیقه سیگار نکشی؟ بعد دیدم نه خیر، بذار این آقای زرابی رو نشون بدیم، حالا ایشون زحمت کشیده گذاشته ما هم نشون بدیم. کوروش زرابی نویسنده از شاعر، یکی از چیزایی که من ازش خوشم میاد که اونایی هم که مخالفشن به اصطلاح باهاشون میتونه، این قدرت رو داره، این تحمل رو داره صحبت کنه، و از اون بهتر یه مدتی با اون عمو پورنگ کار میکرده. شما این آقا رو نگاه کنید، خب آقا به جای اون الله و زنجیر کوروش و فلان اینا، یه سوزن
سوزن قفلی میگفتن، اینجا بهش میگن چی؟ میگن سیفتی پین. یک سنجاقی، یه چیزی پیدا میکردی، یا همینه که شما تو گوشت بگیری. اولا این میکروفون جوری ساختنش که شما اگه از گوشت هم آویزون باشه صدا میره داخلش، شما وقتی میاریش انقدر نزدیک دهنت تازه صدا رو خراب میکنی، باید فیلتر بذاری. حالا گوش کنید، این آقای جوان شعر میخونه برای شما. با درود، کوروش اختریان هستم. امروز 11 مرداد 1397 خورشیدی مصادف با 2 آگوست 2018 میلادی هست. من شعری رو در تاریخ 4 و 5 مرداد سرودم که تقدیم میکنم به همه مبارزین راه آزادی ایران، همچون رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامه و همچنین شادروان فریدون فرخزاد. من زمانی که این شعر رو در تاریخ، یعنی حقیقتاً ایشون تو قبرستون کار میکنه، رضا شاه و محمد رضا شاه و فرخزاد، ولی چقدر خوب شد تاریخ سرودن این شعر رو به ما گفت. یه وقت خدایی نکرده تاریخ معاصر ما ایرانی ها عوض نشه، این آقای کوروش اختریان اون پرچم کج و چروک رو ببینید. اینا این پرچم رو فقط برای فیلم باز کرده گذاشته اینجا، حتی یه اتو یا یه استیم میدین اینا نگاه کنید، حتی اینا خریدن $3 پرچم رو، بعد تا میکنن باز میکنن، تا میکنن باز میکنن. و ویدیوش هم که میبینی قشنگ سوراخ دماغ و مو دماغ و اینا همه رو میشه نگاه کنی. میکروفون هم اینجوری، میکروفون هم گرفته جلو دستی که جلو دوربین هست. حالا این آقا میخواد برای آقای رضا شاه، مبارز ایرانی محمد رضا شاهی که 40 سال مرده، و فرخزاد شعر بگه. شعر هم گفته. حالا من چی نوشتم؟ نوشتم 1000 سال شعر گفتند، ما هم خواندیم، فکر کردیم رستم شدیم. حقیقت این است که اصلا رستمی وجود نداشت و ندارد. ای کاش 6 ماه این دوستان شعر نمی گفتن، شاید قدمی پیش می رفتیم. این آقا امیدش به پهلوی است. 2 تا پهلوی که مردن، سومی هم با مرده فرقی نداره، مرده متحرکه. اگر می خواستم بینستم به انتظار، نوشتم اگر نه انتظار، اگر به انتظار رضا بی حال نشستید، برین کاری کنید که ول نشستید. خب دیگه حالا بعدن فوشای اون دوستان، معمولا هم خانم ها، این سعید کاووسی بعضی وقتا به خانم ها حمله میکنه، من همیشه میگم بابا دیگه تو خیلی حمله میکنی، ولی میبینم واقعا حق داره. خانم ها اصلا ببخشید اینو میگم، ما این معنی کلمه افسار گسیخته نه، اینکه یعنی شما حیوانید، یعنی دیگه اصلا لجام گسیخته میگن، افسار گسیخته میگن، اصلا مثل این که اینا تو فنر بودن توی فشار، حالا ولش کردی میخوره این ور ور، خودشون هم داغون میکنن. در هر صورت روزگار غریبی است نازنین. خب از شعر و شاعری بیایم بیرون، بریم سراغ اونایی که از آزادی بلد نیستن استفاده کنن، بریم سراغ اونایی که فکر میکنن دارن یه فعالیتی میکنن، هم به خودشون، هم به دیگران، هم به خانوادهشون صدمه میزنن. یکی از این آقایون آقای ناصر پولی ممقانیه. حتما یادتون میاد ما هی به این آقای ناصر آقا گفتیم آقا اینی که شما راه میفتی میری توی مغازه‌ای و شروع میکنی به این بچه عرب فوش دادن، این کار درست نیست، این کار غیر قانونیه. اینا چی میگن؟ قانون رو دست خود گرفتن. یادتون باشه شما به عنوان شهرونده، حتما کانادا هم همینجوره، یه چیزی داریم که من خودم هم این کار کردم، مثلا سیتیزن ارست، این آقای مرتضوی بعضی چیزها رو به جای ا میگه، احتمالا اونجوری که اون شنیده اون بوده یاد گرفت. سیتیزن ارست اینه، شما مثلا تو خیابون اگه یه ماشینی داره تون میره یا تصادف میکنه میزنه به یکی میخواد در بره، شما میتونید بگیرینه، میتونید بگیرینش، زنگ بزنید پایین پلیس بیاد. تا این زمانی که شما اینو گرفتید سیتیزن ارست، یعنی شهروندا این رو دستگیر کردن، که حالا قانون از اینم بیشتر میره، مثلا همین ماجرای اسلحه. همین آرلینگتون 2-3 شب پیش یه نفر
رفته تو خونه یه نفر، اون که تو خونه بوده یه نفر رفته تو خونه یه نفر، یه دزدی رفته تو خونه صاحبخونه، صاحبخونه اسلحه اینجا، اسلحه بغل میزشونه، اسلحه زیر بالششونه، بعضی وقتا همدیگه رو شوت میکنن، بعضی وقتا بچه بیچاره میره شوت میکنه، بعضی وقتا بچه بابا و اینا رو میکشه، بچه برادرش رو میکشه، اینا بماند. ولی اونی که خریده و تو گوش مردم اینجوری خوندن که این برای به اصطلاح حمایت و دفاع از خودته، اسلحه رو میذاره اینجا، تا یکی میگه ترق باد میاد این خونه ها تکون میخوره، همش چوبه، تکون میخوره، صدا میده، این اسلحهش کشیده آماده. بعد گفته کیه؟ طرف صدا نداده، گفته ببین من اسلحه دارم و مواظب باش نیا اینجا. اون آقا در باز کرده اومده تو، اینم ترق دوتا تیر بهش زده. حالا اون احمق جون سالم به در برده رفته، اینم زنگ زده به پلیس، پلیس آمده خون و اینها، آقا بلند شده رفته بیمارستان، چقدر هم خودش دوست داشت، رفته بیمارستان، اونجا به پلیس زنگ زدن، آوردن گرفتن و اینها. این آقایی که اینو با تیر زد بهش گفتن صاحبخونه است، حق داره، و اصلا ازش هم نمیپرسن این اسلحه رو از کجا آوردی، چون تو ویرجینیا شما حق داری اسلحه داشته باشی. من اسلحه میذارم تو ماشینم، میذارم رو داشبورد، البته من کانسیل وپن چیز دارم، لایسنس دارم، اجازه دارم که اسلحه زیر بغلم باشه، نمیدونم تو پوتینم باشه، قایم کنم تو ماشینم، مجبور نیست به پلیس نشون بدی اینجوری، چون پلیس خودش تا اسم شما رو میزنه میبینه که شما تو این منطقه اجازه گرفتی، کلاسش رفتی، بهش میگن کانسیلد، کانسیلد کردن یعنی پوشوندن، قایم کردن یا مخفی، هر چی که بخوان. حالا این معنی‌ها رو اگه ما یک کلمه براش بذاریم چی میشه؟ بریم سراغ آقای ناصر پولی ممقانی، که ایشون چون یک کمی پول افتاد دستشو، یک کمی اومد توی این فیسبوک، این خانما هی آفرین بر شما رستم زمان، رستم امان فلان، این بدبخت بیچاره رو با پای خودش فرستادن به دادگاه و پلیس و امروز شما ببینید که بریک زدن دستش. این عکسای آقای ناصر پولی ممقانی. خانم ها و آقایان، این آقای زرابی نوشته، خبردار شدم که ناصر پولی دبیر کل جنبش پیمان اقوام ایران، 1 2 3 4 5 6 اسم سازمانشون 6 تا، قولتون میدم 6 نفر ممبر یا عضو نداره، اگه داره اونا بیان بشینن جلو اداره پلیس تظاهرات کنن. ناصر پولی دبیر کل جنبش پیمان اقوام ایران به دلیل شکایت تحت عنوان ایجاد مزاحمت برای سوپرخوراک تورنتو و مدرسه البرز تورنتو که هر دو از مزدوران و جا اندازان رژیم جمهوری اسلامی در کانادا هستن، روز 31 ژوئیه یعنی 2-3 روز پیش در منطقه 32 بزرگ شهر تورنتو بازداشت شد و پس از گذراندن 1 روز در بازداشتگاه بدون قرار وثیقه تا هنگام تشکیل دادگاه آزاد شد. بعضی وقتا شما اولین بارت که باشه خودت رو به عنوان وثیقه قبول میکنن، میگن این که نمیاد مملکت رو ول کنه بره به خاطر یه حماقت اینجوری که رفته مزاحمه، آقا اون داره بیزینس تکس میده، مالیات میده، راههای قانونی رو پیدا کنی. اتفاقا در قسمت های بعدی وقتی درگیری های اسرائیل و فلسطین نشون میدم، چون این دوست من پرسیده که خب شما که میگید اینجوری، وقتی این اسرائیلی فلسطینی ها رو اینجوری میزنه، این فلسطینی ها باید چیکار کنن؟ گفتم آقا بار اولی که زدتشون، اگه بار اول نیست دیگه بار دوم سوم یه فکر دیگه کنن، نذارن کتک بخورن. اون یاسر مزخرفات و نمیدونم اون محمود عباس و اینا رو میفرستن جلو گلوله اسرائیل. اسرائیل گلوله داره تام که میدونی، خب برو یه راه دیگه پیدا کن. چرا هر روز میای تو خیابون سنگ میزنی، اونا تق 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 تق، شما یه سنگ میزنی به یه سربازی، اونا میان توی بلنگو و اینها نشون میدن، وقت اونا یه گروه میرزن تو خیابون 100 نفر رو میکشن، یک جا خبر از شما نمیاد، خبر از کشتهای فلسطینی. خب با اینا اگر رهبر داشتن، رهبرشون اگر آدم بود، رهبرشون اگر دلسوز بود، نمیاد که مثل گوشت اینا رو بریز جلو چیز، جلو اسلحه و مسلسل و فلان اینا، اونم همین جوری به اصطلاح غیر سازمان، یعنی سازمان نیافته. در هر صورت
بازداشتگاه بوده و اینا، بر اساس در حال حاضر بر اساس حکم قاضی تورنتو او حق استفاده و کاربری از شبکه‌های اجتماعی را ندارد. این داستان همچنان ادامه خواهد داشت. چقدر خوب مشغول میشیم ما با داستان کسی که توی این آزادی دادگاه کانادا بهش گفته تو نمیتونی خودتو کنترل کنی، ما باید به تو بگیم کجا برو کجا نرو. اینه که اون آخونده میشه ولی فقیه، اونم به مردم میگه شما نمیتونید خودت کنترل کنی، من بهت میگم کجا برو کجا نرو. یعنی آقای ناصر پولی ممقانی آمده کانادا رو برای خودش کرده ایران، و اون پسر جوانی که فوشش دادن تو سوپرمارکت یا اون مدرسه فلان قانونی رفتن شکایت کردن و دخل این طرف رو آوردن و این داستان ادامه داره. چقدر خوب این داستان ادامه داره، چون اگه ادامه نداشت ما باید یه کار دیگه انجام میدادیم. حالا اینجوری راحت میشینیم فقط داستانهای ایشون رو دنبال میکنیم. اتفاقا تو قسمت بعدی یه عکسی هم نشون میدم. من اصلا فکر کنم این عکس رو من برای آقای زرابی فرستادم، البته خود ایشون هم پیگیر هست. بله خب ببینیم که دو دقیقه من برای دوستانی که میخوام باهاشون صحبت کنم می‌نویسم دو دقیقه به اذان صبح باقی است و الانم دو دقیقه به ساعت 3 بعد از ظهر باقی است. اجازه بدید که اسکایپ رو روشن کنم. امیدوار باشم که آقای لادن هم تشریف داشته باشن و بیان. این موضوع رو من اینجا سیو کردم که براتون بخونم. اجازه بدید که این بود. بله، در مورد گروه نوین، یادم این آقای عبداللهی هم شیر و خورشید نوین ایران را انداخته. اصلا چرا نوین؟ وقتی شما یه چیزی رو امروز تأسیس میکنید خب خود به خود نوین هست دیگه. حالا چرا حزب ایران نوین؟ حتما یه حزبی بوده حزب ایران، بعد حزب ایران نوین، خب بذار حزب ایران شماره دو. در اصل گروه نوین شرایطی که ایشون صحبت کرد و اینها، بعد اون ماجرای برنامه جایگزینی و یه جایی هم ایشون گفته وظایف ما چیست، مسئولیت. من گفتم اصلا شما چرا خودتون برای خودتون وظیفه درست میکنید؟ چرا خودتون به خودتون مسئولیت میدین؟ برای ما توضیح بدید که چی هست که. اجازه بدید دوستان آقای لادن اگر فیسبوکی چیزی اونجا روشن هست اونها رو لود کنید ببندید تا ما با شما فول پاور اینترنت داشته باشیم و اجازه بدید من تصویر شما رو هم به این سیستممون اینجا بدم و بیام خدمت شما. اجازه بدید آقای لادن رو هم اینجا بیاریم در کنار خودمون. والا این قدرت امام زمانه که ایشون یه جای دیگه نشسته منم اینجا، ولی اینجوری الان میان بغل دست هم دیگه انگار دو تا صندلی کنار هم. دوستان عزیز داریم. بله دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم، محقق، روشنفکر، تحقیقگر، هر چیزی که شما بگید، نویسنده. و من دیدم ایشون خودش خیلی دوست نداره این به اصطلاح چیزها رو، چی میگن، مقام ها و اینها رو دکتر و مهندس و اینها بگیم، ما هم هر جور که ایشون راحت تره. آقای امیر حسین لادن سلام میکنم خدمتتون، بهتون خوش آمد میگم و خیلی خوشحالم که با ما هستید. اگر میخواین با دوستان سلام احوال پرسی کنید، در رابطه با جریانات دو سه روز گذشته آمریکا صحبتی داشته باشید بفرمایید، اگر نه یا بعد از این میریم سراغ اون ماجرای به اصطلاح گروه نوین و اون دو تا چیزاش شما گفتید، دولت گذار، براندازی، اینها سه تا چیز عنوان کرده بودید، یا شاید سه تا، اونا رو بیشتر برامون توضیح بدید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم بفرمایید. درود بر شما جناب سربی و سپاسگزارم از فرصتی که دادین و با درود به بینندگانتون و هممیهنانمون. همونطور که در پرسشتون اشاره کردیم سه تا مطلب بود و گام نخست برنامه جایگزینی بود
علت این که نخستین گامه برای این که با سرنگونی حکومت خودکامه جمهوری اسلامی مشکلات کشور به خودی خود برطرف نمیشه. گام دوم دولت گذار بود، زیرا ما نمیخواییم که حرکتمون به کجراهه کشیده بشه و از چاله به چاه سقوط کنیم. این دو برنامه، یعنی جایگزینی و دولت گذار، رو در دیدار پیش در موردش گفتگو کردیم. برنامه موضوعی امروزمون برنامه براندازیه و پیش از این که به این موضوع بپردازیم خواستم یک اشارهی بکنم به ایرادی که برخی از دوستان به من میگیرن و اون اینه که من با سرنگونی، با براندازی بدون یک برنامه مشخص جایگزینی موافق نیستم. هممون میدونیم که با سرنگونی یک حکومت خودکامه دیکتاتوری مشکلات قیبشون نمیزنه، از بین نمیرن، به خودی خود برطرف نمیشن، جامعه تبدیل به مهد آزادی نمیشه. بهترین و تازه ترین مثال در این مورد سرنگونی حکومت خودکامه شاه بدون برنامه یک جایگزینی، برنامه جایگزینی مشخص بود که دیدیم که نتیجهش این بود که ما از چاله سلطنت به چاه فقاهت سقوط کردیم. و ما میرسیم به برنامه براندازی. براندازی روش‌های مختلف و متفاوتی داره، بعد نیست که یه مروری به اینها بکنیم. نخستین برنامه براندازی قهرآمیز مسلحانه. معمولا مردم زمانی به مبارزه مسلحانه رو میارن که درهای قانونی و مسالمت آمیز رو به روی خودشون بسته میبینن. زمانی که رژیم بی‌اعتنا به قانون اساسی، قوه قضاییه بی‌اعتنا به عدالت و حکومت اعتراضات مدنی رو با خشونت و زندان و اعدام پاسخ میده. براندازی قهرآمیز یا مبارزه مسلحانه میتونه با سرکوب و شکنجه و کشتارهای دست جمعی روبرو بشه. مشکل دیگه اینه که براندازی قهرآمیز ما میخوایم از حربه‌ای استفاده کنیم که حکومت هم بیشتر داره، هم تمرین بیشتری داره و همین که تمام اهرم‌های کنترل در دستشه، یعنی جنگ فیل و فنجونه. نوع براندازی دیگه کودتاست. کودتا در ظاهر به نظر یه راه آسون و سریعه، یعنی میتونن با قدرت نظامی رژیم رو برکنار کنن، ولی اونم یه مشکلاتی داره. بزرگترین مشکل این نوع براندازی اینه که پس از براندازی اون شکافی که ما بین مردم و حکومت به وجود داشت به این نرفته، فقط مهره ها تغییر کردن و خود رژیم هنوز سر جاشه، برای این که نظامی های رژیم اومدن رژیم رو برانداخت. بعد به این که این احتمال وجود داره که اینها خب با مردم بهتر باشن یا خود مسائل راحت تر باشه، ولی اون برش هم هست، میتونه به شدت سرکوب کنه و همه جلوی همه چی رو بگیره. یعنی یه مسئله عامیانه داشتیم، میگفتش کله پز رفت سگ جاش نشست. و اما براندازی بعدی هست، براندازی با دخالت بیگانگان، همون چیزی که الان برخی از ایرانیان گمراه و کمدان دنبالش هستن. عده‌ای تحت فشار و زور و بی‌عدالتی رژیم فقاهتی، چه در درون و چه در بین آنهایی که در بیرون کشور هستن، بر این باورن که نجاتشان در دست بیگانگان است. این اشخاص امید به رها کردن خودشان ندارن و خودشان را قادر به براندازی رژیم نمی‌دانن. بنابراین تمام امیدشون رو در یک یا دو کشور بیگانه خلاصه کردن و در انتظار نجات هستن. بعضی از مشخصات این انتظار اینه که کشورهای بیگانه تا
تنها به دنبال منافع خودشون هستن. از این رو در اکثر مواقع از رژیم هایی که خواسته های اقتصادی و سیاسیشون رو برمیاره حمایت میکنن، سالها حمایت میکنن. برای مثال انگلیس بر حکومت رضاخان به وجود آورد و بعد از اون انگلیس و آمریکا حکومت محمد رضا شاه رو. کشورهای بیگانه احتمال داره که برای حفظ منافعشون با دشمن معامله کنن. عین این کار رو در ایران انجام دادن. روس و انگلیس بارها طی دوران قاجاریه ایران رو معامله خودشون قسمت میکردن، یعنی معامله میکردن. و بعدها در زمان که ایران نفت رو ملی کرد، انگلیس و آمریکا گفت من نصف چیزها رو میدم به تو، منافع رو میدم به تو، بیا با هم دیگه سرنگون کنیم. اومدن سرنگون کردن و همونطور که میدونیم 25 سال به غارت ادامه دادن. یکی دیگه از مشکلات براندازی به وسیله بیگانگان اینه که کشور بیگانه ممکنه که تصمیم بگیری که خودش کنترل ها رو مستقیمن یا از طرف عواملش در دست بگیره. اینم باز ما یه مثال داریم و اجرای قانون 1919 بود که انگلیس ایران رو تحت الحمایه کرده بود و اومد یه نفر سوار کار کرد که بتونه اون مسئله رو پیاده کنه. چیزی که اینجا باید بهش توجه کنیم اینه که در رابطه با دخالت بیگانگان تجربه لیبی، یمن، عراق و سوریه نمونه های بارزی است که چه نباید کرد. میرسیم به براندازی مورد نظر ما، یعنی براندازی بدون خشونت یا بهش میگیم براندازی نرم. میبخشیم. این نوع براندازی بسیار دشواره، ولی باید بدونیم و باید باور داشته باشیم که یک گروه، اینو مجبورم بخونم براتون، یک گروه کوچک مصمم همپیمان که تشنه دستیابی به عدالت و آزادی است میتواند مسیر تاریخ را عوض کنه. امیدوارم این برای ما ملکه بشه. باز دوباره، یک گروه کوچک مصمم همپیمان که تشنه دستیابی به آزادی و عدالت است میتواند مسیر تاریخ را عوض کند. در این، در براندازی نرم، یک حقیقت را نیز باید بپذیریم و آن نیاز به تلاش پیوسته و خستگی ناپذیره. من یادمه که یه مثال عامیانه داشتیم، میگفتن اگه فیلم خواهی به جور هندوستانم بکشیم، یا اون شعری که تو دبستان میخوندیم، نابرده رنج گنج میسر نمی شود. یعنی در این راستا مردم، در این راستا که باید زحمت بکشن، مردم چند تا چیز باید بدونن. باید بدونن که صاحبان اصلی ایران هستن. باید بدونن که تمام ثروت های کشور مال آنها و متعلق به آنهاست. مردم باید بدونن که ایران متعلق به شاه یا امام نیست، متعلق به دربار یا روحانیت نیست، متعلق به هزار فامیل یا زالوهایی که بهش میگن آقازاده نیست، متعلق به همه مردم ایرانه. این جنبش یا این حرکتی رو که داریم در موردش صحبت میکنیم چیه؟ مردم نیاز دارن بدونن که هدف گرفتن حق و حقوقشان است. باید بدونن که هدف تقسیم عادلانه ثروت بین مردمه. باید بدونن که تحصیلات از کودکسرا تا دانشگاه حق همه فرزندانشون. باید بدونن که بهداشت و بیمه عمر حق تمام افراد جامعه است، مال فقط کسانی که پول دارن نیست. مردم باید بدونن که داشتن مسکن مناسب حق هر ایرانی است. در ضمنی که مردم باید با وظایف دولت، یعنی دولت تولید کار با درآمد کافی در سراسر ایران، بالا بردن
سطح زندگی کارگران، کارمندان و کشاورزان و از میان برداشتن شکاف مالی و طبقاتی و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی. میرسیم به نقش و مسئولیت مردم در براندازی نرم. مردم باید آمادگی داشته باشند که طبق اطلاع قبلی روز معین در خانه ها بمانند. باز دوباره طبق اطلاعات قبلی در روز معین از وسایل نقلیه استفاده نکنند. در روز اعلام شده دانشجویان، این داریم مثال میزنیم، دانشجویان و دانش آموزان مدارس رو تعطیل کنند. یه روز معینی که اعلام میشه کارگران سر کار نروند و حرکات مدنی دیگر. تجربه نشون داده این در چندین کشور چیزش وجود داره، آمارش وجود داره، که تعداد شرکت کنندگان با هر حرکتی افزایش پیدا میکنه. این خیلی جالبه. ما اینو شبیهش رو در ایران در انقلاب 57 دیدیم که وقتی اعتراضات شروع شد 500 نفر، 1000 نفر، 5000 نفر میمدن، در انتها رسیده بود به 1 میلیون، 2 میلیون. و اما پیروزی این حرکت، این نوع حرکات مدنی، اینی که باور داشته باشیم که این اهداف باور داشته باشیم، در راهی که میریم استوار باشیم و بدونیم که داریم دنبال حق و حقوقمون میریم. رژیم فاسد حکومتی تا زمانی پا بر جاست که ما تسلیم باشیم و بوسکنبار بریم به طرف سلاخونه. در نهایت آزادی از چنگال حکومت خودکامه در همراه بودن و همگام بودن مونه. سپاسگزارم. من ممنونم از شما. ببینید، من مشکلی که با صحبتهای شما دارم اینه که همه این براندازی ها نوعای مختلفش رو گفتید و خیلی خوب اون نوعی هم که نظر شماست و دلخواه شماست گفت. موضوع من اینه که چجوری شما میخواین عمل کنید، چون شما باز اینجا گفتید که وظایف عبارت هستند از اون 1، 2، 3 که برنامه جایگزینی بود، دولت گذار بود و این. اولا وقتی شما میگید وظایف، یعنی این سازمان، حالا همش هم منظورم به ثبت رسیدن نیست، یه جایی شروع شده، چند نفر دور هم جمع شدن، اینجا بهشون میگن گراس روت اورگانایزیشن. اوباما از به اصطلاح اورگانایز کردن کامیونیتی ها به رئیس جمهوری رسید. من اونو نمیبینم، یا اگر شما هستید یه جایی فکر میکنم صداتون ضعیفه. امروز باز داشتم این برنامه، این هیتلر آخرش کار دست من میده، این کتاب گویای هیتلر یا نبرد هیتلر رو گوش میدادم و خیلی جالب میگفت که نوشته ها و کتاب ها به مغز مردم میره ولی صحبت ها و ویدیو ها و آدیو و رادیو و اینها به قلب مردم میره. و ما اینجا میبینیم که مثلا ترامپ با صحبت کردن موفق شده و هیچ، شما هیچ رهبری رو نمیتونید نشون بدید که اینو برای شما، فکر کنم فرستادم تو فصل اولش بود، هیچ رهبری رو من نشون بدید که از نوشتن و پخش کردن، بله وقتی که بیچاره میمیره و از دنیا میره بعد یه سری ایزمی دنبالش میفتن، راه میفتن، نمیدونم کتاباشو پخش میکنن، کتاباشو میخونن، ولی اونایی که رهبر میشن یه کاری انجام میدن با صحبت کردن با مردم، و اونا هم هر روزی به فراخور زمانش، اگر یه زمانی رادیو بوده، اگه یه زمانی میدونهای شهر بوده، اونجوری استفاده کرده. اولا شما به من بگید که واقعا شما یه گراس روت اورگانایزیشن هستید، این کجاست، چجوری دوره هم جمع میشین، میتینگاتون مثلا مثل این چیزه که روی اینترنت جمع میشن، گو تو میدینگ، یه چیز اینجوریه که بی نهایت میتونه، مثل اتاقای پلتاک قبلی یا اینها، اینو یه مقدار توضیح بدید. چون شما میگید که ما در یک روز معین میخوایم بگیم که مثلا مردم از خونه بیرون نیان. خب این همون صحبتی که این تیمسار روحانی هم میکرد،
حالا اون یکمی میگفت که بیان بیرون نگاه این ور بکنن نگاه اون ور بکنن، یعنی همسایه ها همدیگر ببینن دوباره برن تو. یا اون صحبتی که اون هسته آقای دکتر فروتن الان سالهای سال داره هسته جمع میکنه و هسته میکاره ولی هیچ محصولی هنوز درست نشده انجام بده. یه روز میگه پول خورده‌هاتون رو جمع کنید تا دولت ورشکست کنه. یکی دیگه میاد میگه چراغاتون رو روشن کنید که جنراتورها و برقا و اینها بسوزه. میگم مرد حسابی، اصلا نشون میده تو از ایران خبر نداری. مردم از قطع شدن ناراحتن، از گرما بچهشون بدون کولر نمیدونن چه کار کنه، و تو میگی برقا رو بسوزونن، همین 4 تا جنراتور شلخته ای هم که هست اینا رو از بین ببرن. مشکل من اینه، اولا این وظایفی که شما میگید باید سازمانی باشه، مسئولیتی به یکی داده بشه، در قبالش اون وظیفه رو یا انجام میده یا نمیده. بعدم اون روز معینی که شما میگید، میبینیم هر یه نفری میاد یه روزی رو معین میکنه، دیگه مسخره میکنن مردم، میگن آقای حخا گفته 32 مهر بیان بیرون. درستان من ساکت میشم، یه مقداری در این مورد توضیح بدید برای افرادی که مثل من همین سوالات برشون مطرح هست. گفتار شما بسیار گسترده بود، همه مسائل در ذهن پیر من باقی نمیمونه که بتونم یکی یکی پاسخ بدم، ولی اصل مطلب اینجاست که تصور بر این بود که یک سازمانی وجود داره و میخواد اون سازمان برای دیگران نسخه بنویسه، چنین چیزی نیست. صحبتی که داریم میکنیم اینه که اگه خاطرتون باشه توی دیدار گذشته گفتیم میبایستی یک گروه نوین با یک شرایط ویژه با قبول کردن اون 4 شرطی که بیان شد دور هم، یعنی ما میخواییم همفکرها و هماندیشه ها رو فعلا به صورت اندیشه و فکر داشته باشیم، یعنی همدیگر رو شناسایی کنیم، بدونیم که این تصویری رو که من دارم اینجا میکشم آیا این تصویر خریدار داره، آیا کسانی هستن که با این 4 مسئله با این 4 شرط موافق هستن. این اشخاص هم دیگر رو پیدا کنن، من تصورم بر اینه که داریم درباره یک عده قابل توجهی صحبت میکنیم. و اینکه هیچ آدم عاقلی نمیخواد ایران نابود بشه، یعنی هیچ ایرانی با وجدانی نمیخواد ایران بشه عراق بشه سوریه. در ضمن پس از 4 دهه ما دیدیم که 10 گروه با دیدهای مختلف جمع شدن که اپوزیسیون تشکیل بدن. این گروه تفاوتش اینه که ما نمیخوایم جمع بشیم اپوزیسیون تشکیل بدیم، میخوایم ببینیم هم فکر و هم اندیشه که این مسیر رو میپذیره کیا هستن، همدیگر رو شناسایی کنن. حالا در رابطه با حرکات مدنی من اگه دوستش باشی میتونم کشورهای مختلف هم مسائلش رو براتون رو کنم که با حرکات مدنی موفق شدن و به نتیجه رسیدن. برای مثال در انقلاب 57 من خودم زندگیم دوستام همه در این رابطه حرکت میکردیم، در یک زمانی مطلع شدیم که کارگران شرکت نفت میخوان برگردن سر کار برای اینکه زندگیشون فلج. خب بلافاصله ما با گروه هایی که بودیم دور هم جمع شدیم، گفتیم بچه هر کاری از دستون برمیاد باید بکن، الان بعد موقع فداکاریه، و شروع کردن پول گذاشتن که حقوق بدیم. دیدیم که خیلی بیشتر از اونی که ما توانایی داریم، مانی که ما هممون یه جوانای طبقه متوسط تو اداره و تو جاهای مختلف کار میکردیم، و من با چند تا از کسانی که با جلسات مخفی چند سال تو ایران داشتم تماس گرفتم و اونا شبانه یه عده تاجر پول آوردن و ما یه لیست تشکیل داشتیم و حقوق کارگرها رو تونستیم در ظرف 2-3 روز تأمین کنیم و چند تا دانشجو داوطلب شدن، با ماشین رفتن به خوزستان و این حقوقا رو پرداخت کردن و این اشخاص تونستن
در اعتصاب باقی بمونن. منظورم از بازگو کردن این اینه که وقتی شما، چون اولش گفتم این براندازی بسیار مشکله و نیاز به این داره که ما با هم باشیم. این یکی از اون چیزاست. اینی که در یک، ما نمیگیم الان میایم از آمریکا اعلام میکنیم که چه روزی مردم سر کار نرن، نه، زمانی که این برنامه شروع میشه، من اول خدمتتون قبلا اینو گفتم، من اگر محکوم به اعدام نبودم تو ایران، فردا میرفتم ایران، ولی با محکوم بودن به اعدام، روزی که ما بدونیم که میخوایم مسائل رو شروع کنیم، من حتما به امثالی مثل من، نه من به تنهایی، خیلی ها مثل من برمیگردن ایران، همونطوری که تو انقلاب 57 هزاران ایرانی برگشتن ایران. یعنی باید بریم و این حرکت رو انجام بدیم. برای کسی نسخه نمی نویسیم، سر گودم با نمیسیم میگه بلنگش کن. یک چیزیه که ما الان باید تشخیص بدیم که هیچ راهی، یعنی برای نجات خودمون، برای رهایی میهنمون، راهی جز این مسئله نیست. و اون شق مسئله که بیگانگان بیان حمله کنن، من با اونها خواهم جنگید. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، اگر در مورد صحبت‌های آقای امیرحسین لادن پرسشی دارید یا نظری دارید، یا با خودشون مستقیما تماس بگیرید یا فیسبوک یا وبسایتشون اندیشکده.net، یا اگر مشکلی دارید در اسپل و هجی و اینها، کلی وقت بود کلمه هجی رو نگفته بودم، حالا یادم افتاد، با من تماس بگیرید، من ترتیب این ارتباط رو میدم، یا پیام بذارید روی این شماره تلفنی که الان بهتون نشون میدم اینجا، 202-695-2573، یا تکست بفرستید تا ایشون یا دوستان و همکاران با شما تماس بگیرن، یا نظرات شما رو در برنامه‌های آینده بگن یا پرسشاتون رو پاسخ بدن. پس میشه گفت این سازمانی که شما گفتید، همین جوری که نوین هست و جدید هست، در مراحل یارگیری هست، اینی که بفهمیم کی با ما هم فکره و بیاد با ما یاری کنه، همیاری کنه و اینها، خود این میشه همون ریکروت کردن، جمع‌آوری همراهان. شما دیدم از کلمه همگام استفاده میکنید، من خیلی ممنونم که این رو به منم میگید، درصد ممنونم. اگه صحبت دیگه ای هم هست بفرمایید. نظرتون راجع به این صحبت‌های روحانی و ببخشید، شما میگید که من خیلی مطالب رو پشت سر هم میگم و از شما عذر میخوام، بعضی وقتا همین جوری فلبداهه میاد. سه چهار روز گذشته بعد از اون ماجرایی که روحانی گفته بود دوستی ما با دوستی آمریکا میتونه مادر همه دوستی ها باشه، بلافاصله پشتش هم نوشته بود دشمنی و جنگ هم میتونه مادر همه جنگ ها باشه، این آقای ترامپ هم که هم سواد درست حسابی نداره، دلش خوشه که باباش پول داده از یه دانشگاه مدرک گرفته براش، اینم با کپتال با حروف بزرگ نوشته بود که من چنین میکنم و چنان میکنم. بعد دو روز بعدش دوشنبه یه مصاحبه‌ای که داشت، توی اون مصاحبه گفت که نه، من حاضرم بدون هیچ پیش شرطی با ایران مذاکره کنم. نظر شما چیه؟ مثل دوستانی هستید که به اصطلاح طرفدار مذاکره هستید، یا همین الان آقای فرخ سپر نوشته تنها راه رهایی جنگ مسلحانه و به دست مردم؟ من برام خیلی جالبه، این دوستان وقتی جنگ و اینا هست خودشونو جز مردم نمیدونن، ولی اگر یه کوپنی باشه، سهمیه‌ای باشه، اینا جز مردم هستن. آخه جنگ مسلحانه، فرخ جان، شما میری اسلحه را از کلانتری برمیداری میای جنگ میکنی، یا من میرم که هر کدوم صبح با 10 تا ببخشید من شما رو نگه داشتم. شما درباره این چند روز گذشته به قول معروف ایران US current affair بفرمایید که نظرتون چیه؟ حتما درجه نخست باید نگاه کنیم که ملاها وقتی برسه به جایی که احساس خطر میکنن، با شیطان و ابلیس هم که ادعا میکنن مخالفن، حتما هم خوابه میشن. این من تردید درش ندارم. از طرف دیگه خود ترامپ، شما گفتین یه آدم نادان، در ضمن
ترامپ این آخونداست، اونم حرف علکی زیاد میزنه، دروغ مرتب میگه و اونم عهد بخیه است و هدفش پول و ثروت و بازار، فروش اسلحه و غیر است. اونم عهد معامله و بخیه است و همینجور که دیدین اطرافیانش هم تعدیل نمیگیره، یعنی به موقعش ممکنه همین آقای اون سگ هار و آقای بولتون رو بندازه بیرون. پس از یک طرف خطر نابودی و حمله وجود داره، از یک طرف خطر معامله بین این دوتا. از خطر معامله از اینه که ما به اون هدف نهایی نمیرسیم، برای اینکه این دوتا با هم دیگه مذاکره کنن و با هم کنار بیان، احتمال داره که با عدم وجود تحریم یه خورده مردم یه نفسی بکشن و منم موافقم که مردممون راحت باشن. برعکس یکی از بینندگان شما نوشته بود که فلانی منو میگفت که دست خودش رو کرده میخواد مردم ایران رو بکشتن بده. من نمیدونم ایشون اینو از کجا در آورده بود، برای اینکه من اصلا بارها گفتم من برای هیچ کس نه نسخه مینویسم و نه اینکه سر گود و میسم بگم لنگش کن، مثل این دوستی که الان به شما تکس کردن که بریم، تنها راه رهایی جنگ مسلحان است. من اولا با اون مخالف هستم و اگرم جنگ مسلحان است، این آقایی که اینو گفتن اول باید خودشون برن تهران با هم با گروهشون و خانوادهشون بعد چنین حرف رو بزنن. ضمناً اونایی که جنگ مسلحانه میکنن بعد اسلحه دستشونه، اسلحه های بیشتری میگیرن با همون اسلحه حکومت میکنن، این همیشه بوده و هست. خانم معصومه مهاجر که ایشون مادر آقای زرابی هم هست نوشتن که من یک سوال دارم، یک حرکت که بدون رهبری موفق شده به ما نشان دهید که کجا. آقای مالک یا ملک هم میگه که، یه آقای مالکی داشتیم اینجا، آقای مالک میگه که کار ما خیلی خراب است، همون گفته خودتان، بدبختی اینجاست که درست شدنی هم نیست. من هم این سوال خانم مهاجر رو دارم. ما اشکالمون اول از هر چیزی نبود رهبره، نبود کسی که بیاد جلو بگه من میخوام رهبر بشم. یه دلیلی که این ترامپ موفق شده برای که گفت من میخوام رئیس جمهور بشم. مال ما همشون میگن ما نمیخوایم کاری بشیم، ما خب نمیخوای پس میشه هیچی دیگه. طرف میگه آقا این که نمیخواد من برم بگیرم کلیدو بدم دستش، این که خودش الان میگه من نمیخوام. شما درباره نبود رهبر یا کمبود رهبر، فقدان رهبر چی فکر میکنی؟ من اتفاقا پرسش بسیار به جا و درستیه و اون چیزی هم که شما بایش اضافه کردین بسیار ارزشمنده و باید به هر دوش دقیق نگاه ده. اولا وقتی راجبه ایشون گفتن بدون رهبر کی کجا، انقلاب مشروطه بدون رهبر آغاز شد، انقلاب 57 بدون رهبر آغاز شد. انقلاب به وسیله یه نفر به وجود نمیاد، به وسیله عده‌ای در جاهای متفاوت حتی همدیگر هم نمیشناسن، عده‌ای ناراضی، عده‌ای هم‌اندیش، عده‌ای همفکر شروع میکنن و حتی میگن که در اوج انقلاب 57 کمتر از 2% مردم در انقلاب شرکت داشتن. وقتی شروع میشه 0.00002 شروع میشه و بنابراین حساب رهبری اصلا نیست، حساب سازمانه، حساب گروهه، حساب وجود داشتن برنامه است. اون چیزی که ما داریم دربارش گفتگو میکنیم و شما در یه جای اشاره کردین که چه کسی با نوشتن کتاب، من حسابی که آخه من اگه کتاب نوشتم یا مقاله نوشتم اون الان ربطی به گفتگوی امروزمون نداره و چیز منفی نیست، اوناست که آدمو راهنمایی میکنه، ولی داریم 1-2-3 داریم دربارش گفتگو میکنیم که میگیم چه گام هایی رو برداشت، چه کسانی میتونن در این گام ها شرکت کنن. یعنی منظور سربازگیری نیست، منظور اینه که هماندیش ها هم فکر ها با هم باشن. بعد در مورد این که ما چرا رهبری انتخاب نمیشه، چرا رهبر نیست، نمیدونم اینو خاطرتون هست که مصدق به ایراد میگرفتن که چرا از درست نمی کنه. مصدق بالاخره اقرار کرد و برای اینکه ایرانی ها همه میخوان رهبر باشن، ما از درست کنیم، اگر این
100 نفری که دنبال هم هستیم اون گروه مرکزی 5 نفر باشه 95 نفر دیگه غر میکنن دید. و واقعا تشخیص داده بود که ما مشکل فرهنگیمون در این مورد چیه. نمیدونم داستان حسین مکی و مسافرت مصدق به آمریکا، رفتن به سازمان ملل رو خاطرتون هست؟ یه چیزایی شنیدم. بله شما فکرم گفتید. خیلی جالب، این به نظر من خیلی جالب. بله. خب حسین مکی یک یار نزدیک مصدق و جبهه ملیه، رفته خوزستان برای بررسی فکر کنم یه پروژه‌ای یا شرکت نفت، و مصدق که قرار بوده بره آمریکا، حسین مکی جزء گروهی بوده که بعد با مصدق میرفته. همسر مصدق میاد و دست به دامن مصدق میشه، چون که دامادش اومده بوده که با دخترش که آره من میخوام برم. مصدق هم در این مورد به نظر من ضعف نشون میده و قبول میکنه ایشون بره و به حسین مکی میگه شما نرید. این میشه آغاز ناراحتی و انشعاب حسین مکی از جبهه ملی و مصدق و اینا. به نظر من در ضمنی که اگر حق حقوقی هم ایشون داره آقای حسین مکی، ولی اینی که ما با هم دیگه قرق کنیم که چرا منو نمیبری، این واقعا خودخواهیه. ما این مشکل هم داریم. بسیار ممنون. خب شما هم خیلی به اصطلاح بحثای مختلف کردید، بذارید من اینجا یادداشت کردم. شما درباره انقلاب مشروطه گفتید که بدون رهبر شروع شد. خب من نبودم و تاریخچه‌شم دقیق نمیدونم، روایات خیلی مختلفه، ولی انقلاب 57 رو قبول ندارم. شما میگید بدون رهبر آغاز شد. اولا هیچ آمار و ارقام صحیحی نیست، ولی منی که توی ارتش بودم و منی که توی نیروی اون مخصوص به اصطلاح حکومت نظامی بودم و شبنامه ها می اومد اونجا می دیدم، چون من دیدم خیلی از این دوستان توی رادیو تلویزیون ها میگن آقا هیچ کس خمینی رو نمیشناخت. میگم آقا من از 1968 خمینی رو شناختم توسط یکی از افرادی که نوارش رو گوش میداد. و چجوری شماها خودتون فعال سیاسی میدونید و میگید تا آخر انقلاب کسی خمینی رو نمیشناخت؟ خمینی رهبریت این انقلاب رو از خیلی پیش گرفته بود دست خودش. خمینی و یارانش، این آقای رفسنجانی و دیگران که در فلسطین و این ور اون ور دوره دیده بودن، اینا با برنامه اومدن جلو. حالا اگر بعضیا میگن تا روزای آخرم 2% بیشتر نبودن، اینا رو به نظر من بذارید پای همون آمار و ارقامی که میگن نمیدونم فلسطینی ها اومدن تو میدون ژاله تیراندازی کردن، میگن که اجنبی ها اومدن کشور ما رو گرفتن. به نظر من اینا خیلی منسجم، خیلی با برنامه و رهبریت هم داشتن. جالب اینه که اینا پایگاه داشتن. مشکل ما یکی نبود رهبریت، یکی پایگاه نداریم. اینا پایگاهشون مسجد ها بود. ضمن شما چون اسم دکتر مصدق را آوردید، به همین دلیلی که دکتر مصدق هم گفت اگه من حزب درست کنم همه میخوان رهبر بشن، و چون رهبری نبود جنبش دکتر مصدق هم یه چیزی درست کردن، جبهه ملی، خیلی ویگ باز، هیچ که نمیدونست چی کار باید بکنه و جبهه ملی هم امتحانش پس داده. هر جا که باید میومده منسجم بمونه، تک تک شدن رفتن این ور. درصد این بحث خوبیه، باید بحث در مورد زیادتر بشه. دوستان هم اگه میخوان میتونن در این بحث و گفتگوها شرکت کنن. شنیدم که شما در رادیو مانی صحبت کردید با یکی از طرفداران ترامپ. اگه لطف کنید اون لینک رو برای من بفرستید، من در همین قسمت فیسبوک میذارم تا دوستان هم ببینن. و بالاخره وقتی با کسی که طرفدار ترامپ هست مذاکره میکنید، فکر میکنید سودبخش این صحبت و گفتگوها و مناظره ها یا تلف کردن وقت؟ من اجازه بدین که این پرسش آخرتون رو بعدم بدم، ولی یعنی پس از این قسمت اول، چون من با برداشت شما از این که خمینی رهبر انقلاب بود زاویه دارم. اولا که شما 1968 رو گفتین، انقلاب 57 ریشش
در 1953 است، یعنی در کودتای 28 مرداد، و 25 سال اشخاص مختلف با دیدهای مختلف تلاش کردند تا ما رسیدیم به انقلاب. دوم، حرکت ضد حکومت زمانی شکوفا شد که هنوز خمینی در عراق بود و خیلی هم میشناختنش. اینی که بگن نه خمینی نمیشناختیم اینا بیهوده است. خمینی حق امام میگرفت، اطرافیان باش رفت آمد داشتن، طرفدارانش فعال بودن، زندان بودن، ولی هیچ گونه رهبری انقلاب رو نداشت. انقلاب هنوز حالت مردمی و گروه های متفاوت و اشخاص مختلف بودن و اون اوجش پیدایش حزب رستاخیز. خود من شخصا از اون روز زندگیمو همه رو تعطیل کردم و شدم به قول اینا فول تایم ریولوشنری، یک انقلابی تمام وقت. من با این که خمینی رهبر انقلاب بود 100% زاویه دارم و ما گروه هایی که توش فعالیت میکردیم اکثرشون اصلا مذهبی نبودن. و فراموش نکنید شما اشاره کردیم به جبهه ملی. جبهه ملی در حدود وقتی انقلاب شد در حدود 11 سال بود که وجود نداشت. چیزی موقعی یک جبهه یا یک سازمانی وجود داره که جلسه داره، مینویسه، احتمالاً نشریه داره، روزنامه، رادیو داره یا یه چیزی. جبهه ملی وجود نداشت. 11 سال جلسه‌ای وجود نداشت. یه چیزی بود به صورت اسم. یعنی که شاه همه چیزو همه کسو که در مقابلش بود از بین برده. پس نمیشه جبهه ملی یا مصدق و چیز قرار داد، هدف قرار داد که اونی حمالی مثل سنجابی رفت خودش رو گذاشت در اختیار خمینی در پاریس. اون باز دوباره اینه که اشخاصی که اعتقاد ندارن، به خودشون اطمینان ندارن، نیاز دارن که بندناف رو به یه جا وصل کنن. و اما برگردیم اگه میخواییم عوض کنم موضوع رو، بریم به پرسشتون در مورد رادیو تلویزیون مانی. بفرما اجازه بدید من اینو بگم که به قول معروف من دستا بالا در رابطه با 1953 و 25 سال گذشت. 1978 اون اتفاق افتاد، انقلاب 1357. آقای برنی سندرز هم دقیقا حرف شما رو میزنه و این درسته، اصلا بر اساس تاریخ و اسناد این درسته که تخم انقلاب در اون ماجرای 1953 یا 1332 ایرانی کاشته شد و حاصلش هم 25 سال بعد اون بود که دیدیم. خیلی ممنون. بریم برای اون ماجرای رادیو مانی، اگه لینکی دارید یا نظرتون رو بگید که صحبت ها بعد. این که شما خودتون میپرسید، اولا سپاسگزارم که انقدر بزرگوارین که مسئله رو اونطوری بیان کردین و پذیرفتین. ببینیم این شخص، حالا من لینکشو میفرستم مردم خودشون قضاوت کنن. ایشون میگفتش که تنها راه نجاتمون اینه که حمله نظامی بشه به ایران. میگفت باید با موشک بزنن. همینجوری مرتب شعارها اینطوری میداد. بعد من تا اونجاش فقط باهاشون گفتگو میکردم. موقعی من یه خود به قول خودمون از کوره در رفتم که ایشون گفت، ببینید حالا بعدم به جملهش گوش بدین که بفهمید که من چیز نمیکنم، مسئله رو بزرگ نمیکنم. گفت آقای ترامپ از ایرانی ها بهتر منافع ایران رو تشخیص میده. من دیگه نتونستم جلو خودم بگیرم، مجبور شدم که با ایشون یک مقابله در این مورد بکنم که از دید من آقای ترامپ منافع آمریکا رو زیر پا میذاره. وای به حال ایران. آقای ترامپ نه برای ایرانی ارزش قائل، نه برای ایران. دقیقاً درست میگی. درباره ترامپ و دروغهاش همین دیروز گفتن بیش از 4000 تا دروغ گفته. وقتی تقسیم میکنن بر روزهایی که تو کاخ سفید بوده، بیش از 7 تا دروغ در روز. ضمناً شما گفتید آخوندا به شیطان و ابلیس هم به اصطلاح آویزون میشن وقتی احتیاج داشته باشن. جوکی هست که میگن این ابلیس یا شیطون ها، شیطون میاد دو روز
توی به اصطلاح حکومت انگلستان به اونا درس میده، دو روز به حکومت آمریکا. ازش پرسیدم خب اون سه روز دیگه شما چه کار میکنی؟ گفته میرم حوزه علمیه قم و از آخونده یاد میگیرم که چه کار کنم. اینم ماجرا. خوشحالم که لبخندی هم به صورت شما آمد. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم. اگر سوالی، پرسشی، نظری دارید مطرح کنید. در برنامه‌های آینده با ایشون خواهیم بود و امیدوارم که پاسخ بدن. اون لینک رو هم اگه لطف کنن من زیر همین فیسبوک در همین قسمت کامنت ها قرار میدم. خیلی ممنون آقای لادن که با ما بودید و خیلی ممنون که به من اجازه میدید که نظرات خودم را هم بگم. حالا شما میگید زاویه داریم با هم، بعضی وقتا من این اختلاف بگیم فکر کنم بهتره کلمه زاویه با هم داریم یه کمی، چون زاویه داشتن یه جایی به هم میرسن ولی بعضی وقتا اون اختلاف که با داشته باشیم اصلا به هم نمیرسن. به نظر من دو تا چیز مختلفه، دو تا خط موازی و پارالل داره. بله، درصد ممنونم از اینکه با ما بودی. سپاسگزارم. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید. دوستان عزیز، صفحه آقای امیرحسین لادن و دوستان رو نشون میدم براتون، اندیشکده.net. اجازه بدید من این صدا رو ببندم چون بعض وقتا اون ویدیوشون شروع به کار میکنه. و روی فیسبوک هم خیلی ساده شما میتونید همین اسم آقای لادن رو که بنویسید پیدا میشن. ولی بذارید من اون وبسایت رو براتون پیدا کنم. دیگه این روزا انقدر همه ما از وبسایت ها کم استفاده میکنیم که واقعا اصلا مشکل. فیسبوک یه کاری کرده که خیلی سریع ارتباط برقرار میشه. ممنونم از یک که دوستانی که اینجا بودن و برنامه با چند تا ویدیو که دوستمون فرستاده. بله، این ببخشید اینجا باز نوشته بودم که آقای لادن گفتن که حزب که جبهه ملی اصلا 11 سال وجود نداشت. خب شما به من بگید همین الان که وجود داره چه کار میکنه؟ فقط میشینه یکی یکی هر کی میمیره اینا مجلس ختم رو اعلام میکنن و یک به اصطلاح نوشته ایم در رابطه با کسی که فوت شده، فلانی رفت، فلانی رفت، فلانی رفت، اینایی هم که هستن هیچ فرقی با اونایی که رفتن ندارن. دوستان عزیز، این هست صفحه اندیشکده.net و این آخرش اگه نگاه کنید EN نوشته، یعنی برای انگلیسی. ولی اگه فارسیش رو بخواین وقتی که میاین این پایین تر اینجا این سمت چپ، بذار بهتون نشون بده. بله، نوشتن فارسی، روی فارسی کلیک میکنید. اگر انگلیسی نمیخواین به اصطلاح و فارسی راحت ترید، اون صفحه به فارسی باز میشه و الان دیدید که همه اینا شد فارسی. صفحه اول دید و باور اندیشکده، هدف برنامه، رویداد ویژه، نوشتارها، ویدیو و با مقاله هم به نام مقام زن به اصطلاح شروع میشه. خیلی جالبه. خوشحالم که ایشون با ما هستن. امیدوارم هر هفته بتونیم از وجود ایشون استفاده کنیم. و اما بریم، جمعه هست، یک مقداری هم به این ویدیویی که دوستمون معمولا از خلیج فارس میفرسه نگاه کنیم. نوشتن مسابقه فوتبال زیر سایه موشک ها یه نگاه کنیم ببینیم چی هست این. اوپن، یک لحظه من اینو ببندم. بله، متاسفانه دوباره این از این ویدیوهایی هست که با تلفن گرفتن و عمودی گرفتن. وقتی عمودی میگیرن یه اشکال دیگه‌ش هم اینه که بعد که ما اینجا نشون میدیم اینا 90 درجه میچرخه و خیلی بدتر میشه. در صورت اینه، من نمیدونم حالا ما نشون بدیم یا باید بذاریم وقتی شما خوابیدید روی تختتون و سرتون کج هست ببینید. این ویدیو به این صورت هست. چیزی پیداست؟ بله بله، موشک ها رو میبینید دارن شلیک میکنن. صدا
بازم این بنده خدا عادت کردن اقلا با همین شرایط هم بازی خودشون رو انجام میدن. مسابقه فوتبال زیر سایه موشک ها. ببینم اینجا دیگه براتون چی گذاشتم. بله لینک رو هم ایشون فرستادن، من این ویدیو رو هم براتون میذارم اینجا. ممنونم که ایشون خیلی ریسپانسیو هستن و به موقع. همین الان گذاشتم روی صفحه صفحه فیسبوکی که داریم اینا رو نشون. خب بریم باز در قسمت این فایل و فولدر ببینیم کجا هستیم و چی داریم. اون در یمن بود و اما پتی که خودمون که اینجا هست، یادتونی یه خونه ای رو نشون دادم و ایشون گفته بود که آقا حالا چند ماه دیگه، مثل که من گفته بودم 5-6 ماه دیگه، ایشون بعد نوشته بود یه ماه دیگه، دقیقا یادم نیست. ولی کار جالبی که انجام داده، اومده عکس‌ها رو برای من و شما میفرسته. گفتم این عکس‌ها رو برای خودم نگه دار، پتیک به عنوان پورتفولیو یا پرونده کاری وقتی میری یه جا ببینید. این چی میگفتن؟ چی آرمه؟ یه چیز میگفتن بوتون آرمه. بوتون آرمه وقتی که سیمان میریزن داخلش آهنه و از این مفتولای به اصطلاح میله استفاده میکنن. حالا من نمیدونم بوتون آرمه یعنی مسلح میشه کلمش ها، درستشو نمیدونم، با از اونایی که رشته ساختمون هستن. در صد این قالب بندی کردی، یادتون گفتن این چرا زمین ها کنده شده و اینها، احتمالا میخوان شالوده بریزن، دارن یه خونه دیگه اضافه میکنن اینها. ببینیم که حالا بعد خود پتیک عکسای بیشتری که میفرسته برای ما چی میگه. بله اینجا قالب بندی و اینها. بله بعدم لابد زنگ میزنن، یک ماشین کانترکت چیز میاد، کانکریت قشنگ لوله کشی میکنه، میریزه داخل اینها و کارها اینجا خیلی آسونه. پول همه چیزا رو حل کرده و مسابقه چیز نیست، به اصطلاح مشکلی نیست. پخش مستقیم مسابقه گاو دوانی، اینم نگاه کنیم ببینیم که این چیه. و این ماجرایی که یک نفر میشینه رو موتورسیکلت برعکس، حتی تو مسابقه های آمریکا و فرانسه و اینها هم این کارو میکنن، یا طرف از توی ماشین از تو قسمت سانروف یا مونروفش از توی اون قسمت، یا اصلا طرف ماشینی میبره مثل وانته بالاش بازه یا مثل جیپه بالاش بازه، وای میسه فیلم برداری میکنه. و خب هر کشوری به اندازه امکانات خودش، حالا این نمیدونم کجاست این کدوم کشور و اینا، ولی این دوستون فیلم رو فرستاده، منم نگاه نکردم، با هم حالا میبینیم مسابقه زنده گاو دوانی. این احتمالاً هندوستان و بنگلادش اینا هست از لباساشون. واو اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری بشه. قبل از اینکه موتورسیکلت را بیفته و جلو بره و یا تو آینه نگاه کنه، گاوا زودتر آمدند و اونها پیروز شدن. و دوستان الان داره مدارس باز میشه، تقریبا آماده میشن و همین ویکند، همین آخر هفته توی ویرجینیا، مریلند، واشنگتن، احتمالا ایالتهای دیگه هم دولت مالیات نمیگیره. نگاه کنید این کشور وقتی ساخته شده اینجوری ساخته شده، تبلیغ میکنه میگه 12 تا مداد، معمولا 12 تا مداد هاشدو میگفتیم، توی یک قوطی به شما میده 50 سنت، میگه 24 تا از این مداد شمیا بیا بخر 50 سنت، نمیدونم 10 تا دفتر بخر 1 دلار، یعنی هر دفتری 10 سنت. اون وقت آدم نگاه میکنه در دوران دو پهلوی بزرگوار، این دوستمون خانم فریمان میگه که آقای صوبی شما هر وقت برنامه داری از شاه میگی. خب خانم از شاه نگم، از نادرشاه بگم. من تو دو تا رژیم بودم، 28 سال تو دو تا رژیم تو ایران بودم،
22 سالش تو رژیم پادشاهی بودن، 5 سال یا 6 سالش تو رژیم شیخ بودن. رژیم شیخ همش جنگ بود، چیزی نداشتیم. من مدرسه نمیرفتم که بیام نقل مدرسه بگم، ولی حالا مال رژیم شاهنشاهیشو براتون میگم. ما چون هنرستان میرفتیم یه چیزی بود به نام تی، واقعا هم مثل تی بود، یه تی میخواستیم بخریم 30 تومن بود. آخه وقتی من روزانم 5000 بوده، یعنی نشون میده که وضعیت خانواده و درآمد و اینها چقدر بوده. من اگه بخوام 30 تومن از خانواده‌ام بگیرم برم یه تی بخرم، حالا بعضیا تی و تخته، تخترم باید خودشون میآوردن. یه شابلون میخواستیم بخریم، شابلون اینجا نمیدونم بهش چی میگن، یه چیز پلاستیک انقدی بود که مثلا 20 دایره مختلف داشت. دیگه وقتی شما میخواستی دایره 20 میلیمتری بکشی، چون تو کار برق این باکس و اینا و جهت تقسیم و اینا رو هی دایره دایره، یه شابلون 30 تومن بود. یه مدادی، یه خودکاری بود بهش میگفتن رپیدوگراف، حالا نمیدونم برای چی است، کلمه چی بود، جوهر میکردی توش، بعد چون جوهرش خوش بیاد اینجوری جو میکردی، یه وزنه توش بود، تخت 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 میزد، باهاش نقشه میکشیدی رو اون کاغذای، تو ایران میگفتن کاغذ مومی که بعد ازش عکس میگیرن بلوپرینت میشه. خب شما چی میگی؟ شما میخوای من مغزمو با پاکون پاک کنم؟ خانم شما بیا از الان بگو، از امروز بگو، حالا براتون میخونم و نشون میدم. این خانم فریمان ارشدی هم من چند بار باشون به اصطلاح روی چیز صحبت کردم، خیلی چیزای قشنگ مینویسه، صحبتای قشنگ میکنه، ولی به هر کدومشون شما میگی شما بیا صحبت کن، میگه نه حالا من امروز کار دارم، فردا اینجوره، پس فردا اونجوره، حالا اگه بتونم پیداش کنم کجا نوشته بود. بله اینه، نگاه کنید سی مور، یعنی بیشتر ببینید و این صفحه رو به شما نشون بدم که شما ببینید من فقط با خانم لیلا میلانی مشکل ندارم، با نمیدونم آقای فرخ مشکل ندارم، یکی و دوتا و دهتا نیستن، 20,000 نفر، 20,000 نفر رو ایمیل و رو صفحه شخصی خودم و رو توییتر و روی صفحه مردم تیوی. تازه اینا دوستا هستن، دوستای خوبن که من قبول دارم اینا منطقی هستن، قبول دارم میشه باهاشون صحبت کنم. ببینید ایشون چی نوشته. آقای سوربی، من هر مطلبی از شما میبینم، اولا شما داری قدر مطلق استفاده میکنی که 100% غلط. منم قدر مطلق استفاده 100% غلط دارم. مگه میشه من همه مطلبام، من ممکنه یه مطلب نیم ساعت راجع به تلفن و پیام گذاشتن، نیم ساعت راجع به جلسه‌ای که داشتیم، نیم ساعت راجع به زلزله کرمان و اون مشکلاتی که اینجا درست شد و اون آقای ارسنجانی که اومد گفت کوین آف سی ان ان. آخه شما چرا میگی هر مطلبی از من میبینید؟ شما حساس شدی. من تا اسم شامیارم شما یادت میاد که وقت چه زندگی خوبی داشتید. خب بیان بگید اون موقع زندگی خوبی داشتید، به من چه؟ بله من هر مطلبی از شما میبینم شاه را از قبل میکشید بیرون و راجع بهش میگید، درست و غلطش جای بحث دیگری است. حالا هم به رضا پهلوی حکم صادر میکنید و محکوم میکنید. آخه خانم این چه حرفیه که شما میزنید؟ من میگم اگر رضا پهلوی از عربستان سعودی پول گرفته باشه، یعنی به اینا قول داده باشه که من دخالت میکنم، قبر خودش رو کنده. این کجاش حکمه؟ نظر خودم رو دارم میگم، شما بیا نظر خودتو بگو. شما اصلا اگه به رضا پهلوی باور دارید بهش زنگ بزنید، اگه شماره تلفنش هم برداشته از رو وبسایتش، من شماره تلفنش دارم، بهش زنگ بزنید. اون وقتا خانم وفایی بود، حتما اونم دیگه حالا پیر شده کار نمیکنه. ببینید کجا باید برید یارش بشید، کجا باید برید شما بشید مأمورش، کجا باید برید شما بشید عضو حزبی که نداره، عضو سازمانی که نداره، عضو گروه مقاومتی که نداره. آخه چقدر بی‌انصافید. بفرمایید. بله حکم صادر میکنید فلان، طبق گفته یک روزنامه که معلوم نیست چیه، بهتری نیست که شما به عنوان یک خبرنگار، نه عزیزم من خبرنگار نیستم، شما اگه همه برنامه های من رو نگاه میکردید حداقل 1000 بار توی 20 سال گذشته گفتم من نه خبرنگارم نه انگلیسی ژورنالیستم، من مجری برنامه هستم و دارم اینجا نظرات خودم رو میگم. مثل توی مهمونی اگه یه نفر گفت آقا من شنیدم سوربی
با ماشین مسابقه چی میکنه، شما بهش میگی آقا شما به عنوان خبرنگار برو ببین مسابقه داده یا نه، شما گوش میکنی، شما وظیفتی که برید تحقیق کنی، چرا هی وظیفه خودتونو به این و اون منتقل میکنی؟ من خبرنگار نیستم، نظر طرف مقابل رو هم بپرسید. طرف کی؟ طرف رضا پهلوی. شما اگه برنامه های من رو دیده بودی میدیدی که من در برنامه زنده زنگ زدم خانم وفایی از دفتر رضا پهلوی، فکر کرد حالا اگه منو نگه داره من قطع میکنم، به مردم هم نشون دادم ای کاش این داور این نوارا رو بده ما پخش کنیم. به مردم گفتم دوستان این دفتر آقای رضا پهلوی، نوکر ما نوکری داشت خودش میرفت گل بچینه، یه نفر اونجا مسئول نبود، یه نفر نیست که به شما بگه آقا میخوای مصاحبه کنی فلان موقع بیا. نگه داشت، منم هی برنامه اجرا کردم، هی نگاه ساعت اون تلفن کردم، سعید اونجا تو تلویزیون رنگارنگ بوده میدونه قشنگ ساعت ها و اینا رو کامپیوتر میاد که شما چند دقیقه روی این خط بودی. به دوستان گفتم میبینید دوستان 10 دقیقه، ربع ساعت، نیم ساعت، 45 دقیقه منو نگه داشتن که من قطع کنم. بعد از یه ساعتی خانم وفایی فکر کنم اومد گفت بابا این دیگه کیه، از رو نمیره. گفت آقای سربی ایشون توی میتینگی هستن الان نمیتونن بیان. دروغگو. خب اگه تو میتینگ بودن همین الان رفت تو میتینگ، شما برو باهاش مصاحبه کن، مگه این همه که باهاش مصاحبه میکنن کم دیدیم؟ شما بیا نظرتو بگو. بله الان وظیفه هر رسانه‌ای، آخه شما کی هستی که برای رسانه ها وظیفه معین میکنی؟ شما که تفاوت وظیفه رو نمیدونی. وظیفه یعنی چی؟ یعنی بهش حقوق دادی ازش وظیفه طلب میکنی؟ اگه بلد بودیم اینجوری به گل نمیموندیم خانم ارشدی گرامی، بلد نیستیم، بی خود حرف میزنیم. به کسی که خودش 100 بار میگه من مجریم میگیم تو خبرنگاری. مثل این شاه رضا پهلوی میگه آقا من نیستم، هی میگیم نخه شما شاه هستی، اونم رضا شاه دوم هستی. بابا بریم دنبال اون بگردیم که میخواد باشه. در صورت ساعت 3:59 است، بریم سراغ برنامه آقای حسن ارشاد، برنامه 190مین، یعنی هر یه سال 52 هفته است. حالا تقسیم کنید 4 سال ایشون داره برنامه اجرا میکنه، میاد حرفشو میزنه روی یوتیوب، روی فیسبوک، روی تلگرام، روی اینستاگرام و میره. هی به این و اون نمیگه. شما نشستی به من میگی اینجوری. آقا فرخ هم که میگه جنگ مسلحانه نجات شادمانه، لیلا خانم هم که میگه هر 2 دقیقه تو برنامه هی بگو ایشون آقای امیر حسین لادنه، ایشون آقای امیر حسین لادنه، ایشون آقای امیر حسین لادنه. ماجرای ادرار و داروخونه فراموش نشه، ماجرای ملا نصرالدین و پسرش و الاغش فراموش نشه. ما ملت پرتوقعی هستیم، ما انتظار داریم دیگران کار کنن، ما مفتخوری کنیم. روز روزگارتون خوش. در تلویزیون مردم شما میتونید برنامه داشته باشید. یک بار دیگه ممنونم از آقای امیر حسین لادن که با ما بودن. آخر هفته است، مواظب باشید، هم خودتون سالم باشید تا دوشنبه که ما برنامه داریم، هم دیگران رو به بیمارستان و قبرستان اینها نفرستید. اگه اهل مشروب هستید کم بخورید، همیشه بخورید. مرسی، به امید دیدار دوشنبه ساعت 12 ظهر با کانون آوا خواهیم بود. مرسی.